لایو اون موبایل رو شروع کنی تو زحمت. حالا منظورشون چند دور دیگه نشید. نه من نزدیکتر شدیم. برای کرونا هست، خاصتا اینکه خب ایشون به هر حال تحصیلات پزشکی
داره بر ما در واقع اعمال میکنه، بیش از اینکه از کرونا ما داریم ضربه میبینیم، از پیامدهای کرونا ممکنه ضربه های بیشتری رو ببینیم. چالش های اجتماعی خب در کشورمون وجود داره و این کرونا نباید اون چالش ها رو تعمیق بکنه و گسترش بده. ولی لذا فضای گفتگو و مناظره و صحبت های اقلایی میتونه و اجازه میخوام که اگر اساتید اجازه بدن بحث رو با سوالات شروع بکنیم. خب همینطور که میدونید در واقع ما الان از طریق نرسار اینستاگرام داریم به نوعی این پخش زنده رو میدیم. اینستاگرام یک ساعت برای لایو اول فرصت نداره و لذا تلاش میکنیم که خیلی موجز به در واقع بحث رو جلو ببریم. این هم عرض بکنم که در جمع ما خبرنگاران محترمی از خبرگزاری مهر و خبرگزاری آنا اگر درست گفته باشم حضور دارند و ایسنا و ایسنا و آنا حضور دارند و خیلی حتما از بکنیم خیلی نشون که نجدان هم در واقع بعد از حالا گذری از در واقع جلسه مناظره سوالات خودشون رو در واقع یک سوال می فرمایم. خواهیم که در خدمتتون هستیم. شما یه ادعایی رو داشتید مبنی برای این که طب اسلامی به نوعی درمان قطعی رو داره برای کرونا، یعنی نه تنها درمان رو داره اصلاح قطعی هم شما برش رو بردیم. استدلالتون چی هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بنده حالا توی صحبت های قبلی هم که داشتم عرض کردم که حدود 3 سال من تجربه با طب اسلامی داشتم و شاید 7 سال 6 سال تجربه با طب سنتی رو بعد از اینکه حالا پیشتیم تمام شد در واقع اوقات فراغتم رو میذاشتم مطالعه بر طب سنتی و خب دوره هایی رو گذروندیم. بعد حدود 3 سال من آشنا شدم. طی این 3 سالی که آشنا شدم خب داروهاش و اثراتش رو دیدم. بیش از 10 سال هست که داروهاش داره تولید انبوه میشه و در کشور همه دارن استفاده میکنن. شاید حدود 500 نفر بیشتر، من در جلسه قبل گفتم 200 نفر، بعد که حالا باز با آمار بررسی کردم دیدم بیش از 500 نفر نماینده دارد طب اسلامی و این تعداد خودشون یه عده‌ای باز شاگرد دارند و هر کدوم از اینها دارن به نحوی از این داروها توی مردم استفاده میکنن. برابر این طی این 3 سالی که حالا من خودم هم به عنوان یک نماینده نیستم، به عنوان یکی از شاگردای نماینده های مدافع در واقع توی این جلسه حضور پیدا کردم، چون تجربه داشتم روی بیمارای متعدد، داروهای متعدد، عرض کردم بیش از 200 دارو ترکیبی توی جامعه وجود داره تا مردم استفاده میکنن و چون توی بیمارای دیگه تست کرده بودم و نتایج رو دیدم، در ابتدای شروع کرونا ما چند تا بیمار کرونایی رو بالاخره مشاهده کردیم به وسیله توصیه دوستان و اجرا کردیم و نتیجه عالی و مثبتی رو اینا دیدیم، برای هم ما پیگیری کردیم که به بیمار دیگه انجام بشه و خب بعضیشون توی بیمارستان بستری بودن و بعضیشون هم خارج از بیمارستان و دیدیم خوشبختانه بین 2 تا 5 روز نتیجه خوبی رو میگیرن بیماران، از روز اول دوم نتیجه رو میبینن و تقریبا بعد از 5-6 روز به راحتی میتونن زندگی خودشون رو ادامه بدن. این بود که تلاش کردیم با اطلاع رسانی و کلیپ ها به مردم اطلاع بدیم که راه روش درمانی هست، گرون نیست، عوارضی هم نداره. چجوری موفق شدیم میتونه... بیماران در کرونایی دارو بدیم؟ بیشتر رابطه ای بود، مثلا خودشون خواستن. آره خودشون خواستن، یکی از همکاران بود، مثلا از اقوام همکاران بود، دوستان بود که ما توصیه کردیم این راه هم هست میتونید از اینا استفاده کنید. خب عرض کردم ما 3 سال توی کار طب اسلامی بودیم و توصیه هایی داشتیم کم و بیش حالا نسبت به دوستان. چجوری قبول کردن که این دارو رو که هنوز مثلا جای رسمی تایید نکرده، وزارت بهداشت تایید نکرده، این دارو بدن به مریضی که هر آن ممکنه بمیره؟
بیشتر میشه گفت که احساس کردن راه دیگه وجود نداره، دستاویز بودن به هر راهی که ممکنه باشه، هر طریقی که هست، برای همین اجرا کردن. و جالبه بود که بعد از 24 ساعت اثرش رو حس میکردن، یعنی همین که مصرف میکردن. ما بعضی از داروها داریم که آمپول هست توصیه کردن، داروی مختلف هست که میدن بعدا اشاره میکنم تا 5 روز ممکنه مصرفش رو نبینیم، یعنی این دارو بلافاصله بعد از 24 ساعت احساس بهبودی رو میکردن، کم کم علاقمند شدن که ادامه بدن. خیلی خوبه. من فقط نه نکتهش اینه که خب چرا این نرفت، حالا میخوام آقای دکترم ورود بکنن، چرا خب این کار رو ادامه ندادید؟ به این معنی که تحقیقاتی تو این زمینه صورت بگیره، این دامنه تستای شما افزایش پیدا کنه، در حالی کار علمی منتشر بشه و کار خب بشه. همون چند نمونه اولی که ما دیدیم خوب جواب میده، ترغیب شدم که طرحی رو بنویسم، آماده کنم، پروپوزال رو بدم، رسوندمش به یکی از در واقع پژوهشکده های دانشکده بود، دانشگاه، و اینا هم اولش استقبال کردن. معمولا طرحها چند خان داره بگذره، تو خان سوم چهارم گیر کرد و اونجا خب متاسفانه رأی نیاورد و ما نتونستیم بتونه رسمی در محیط بیمارستان یا درمانگاه اجراش کنیم. و هر چقدر الان تا به حال کار کردیم به صورت غیر رسمی بوده، مراجعه دوستان و ارتباطی که اونهایی که بهبود پیدا کردن با هم دیگه داشتن و در واقع سینه به سینه اطلاع دادن و شاید بیش از 30 یا 40 نفر که تعدادشون آمارشو دارم، یه تعدادشون هم ندارم که درمان گرفتم. آقای دکتر خادم حسینی، حالا همین نکات رو نتونستم توضیح بدم، من چون قبلا با ایشون مصاحبه ای داشتم، ایشون میفهمن که من تجربه بالینی دارم از درمان حالا کرونا، حالا آدم هایی تو شرایط مختلف، و حالا یکی وضع خیلی بغرنجتر و وضع عادی و اینها، به عنوان یک کسی که حالا هیئت علمی دانشگاه هم و بالاخره از جایگاه علمی دارن این موضوع رو عنوان میکنن، بحثشون الان فکر کنم اینه که این حالا دستاوردی که حالا ایشون مثلا حالا کسب بکنن، حالا ایشون یا اون دارو یا چیزایی که بوده، این نیومده تحقیقش توسعه پیدا بکنه و یک کار آرندی روش انجام بگیره و مجوز بگیره و بتونه حالا اندکی به ما کمک بکنه، یعنی بیشتر یک نوع بحثش این هستش که مجوز این کار اصلا نتونستن بگیرن. حالا فکر من قبلا شما به این ایراد گرفته بودی که روش کار علمی نبوده و ما نمیتونیم هر چیزی رو تجویز بکنیم. نه، من اصلا بحثم در با مشخصا تجربه آقای دکتر نیست. آقای دکتر هم کار بالینی کردن، هم هیئت علمی هستن، و من خودم هم چون هم پزشک هستم، هم کار بالینی کردم و میکنم و هم باز هیئت علمی جهاد دانشگاهی هستم، بنابراین هم من هم آقای دکتر با فضای ریسرچ و پژوهش و ملاحظاتش آشنا هستیم. به نظرم میاد بیشتر برای ما الان مهمه که مخاطبین بدونن که وقتی ما میگیم پژوهش، وقتی میگیم ریسرچ، وقتی میگیم علم یا به مفهوم ساینس، اینجا داریم از چی صحبت میکنیم. بشر سالهای سال یک به هر حال اطلاعاتی رو جمع آوری کرده و اسم این شده دانش، در واقع دانش به مفهوم دانستن در برابر ندانستن. مثلا من ممکنه که فرض بفرمایید که بدانم که فرض کنید که یه غذایی مزهش چجوریست، اینو تجربهش کردم، ولی این اسمش علم نیست. یه زیرمجموعه از این دانش یا نالج بهش میگن ساینس، که ما متأسفانه چون یه کمی شاید واژه های نامناسبی رو در فارسی به کار بردیم، بهتر اون نالج رو بگیم دانش و این کلمه علم رو بذاریم برای ساینس. ساینس اون وقت ویژگی های خاص خودش رو داره، یعنی بشر به تدریج وقتی که روش علمی شکل گرفت و اومد دید برای که خطاهاش کمتر بشه در بحث های علمی ساینتیفیک، نه فقط دانش، متوجه شد که باید به قول معروف یه سر و سامونی به این بده و این باید روشمند بشه، کما اینکه بقیه علوم هم همین مسئله رو، که فقط پزشکی نیست، فیزیک هم روش خودش رو برد به سمت علمی کرده، زیست شناسی همینطور، فرض کنید شیمی به همین شکل. و از ویژگی های ساینس، علم به معنی ساینس،
این هستش که خب بالاخره تجربه و آزمون و داوری درش حرف اولو میزنه و به خاطر همین هم دقیقاً ابطال پذیره. و چون یه چیزی به همین راحتی باید در واقع تجربه بشه و بعدم میتونه ابطال بشه، هیچ تقدسی هم درش در کار نیست. یعنی به هیچ عنوان هیچ اشکالی هم نداره کسی کتاب هاریسون بسوزونه یا هر اتفاق دیگه بیفته، هیچ اتفاقی نمیفته در ساحت علم، هیچ اتفاقی نمیفته. خب این خیلی خیلی مهمه که وقتی ما بحث علمی میکنیم یا پژوهش علمی میکنیم، دیدگاهمون این هستش که باید آزمونش بکنیم و نتایجش رو داوری بکنیم و ممکنه هم پس فردا یه کسی دیگه تحقیق بهتری با روش علمی بهتری انجام بده، با حجم نمونه مثلا بالاتری انجام بده، ابزار اندازه‌گیریش بهتر از اونی که من انجام دادم باشه و نتایج من میره زیر سوال. و همین خاطر شما میرید مرتب مقالات داره آپدیت میشه، مرتب کتب مرجع حتی داره آپدیت میشه. و همین فرض بفرمایید هاریسون یا شوارز یا ویلسون یا نلسون یا مندل، همه اینا هر 4-5 سال یک بار داره کاملا مورد تجدید نظر قرار میگیره. من فکر میکنم در این چالشی که بین حالا به اصطلاح روش‌های مکمل و جایگزین، میتونه هم از اسلامی باشه، سنتی باشه، فرض بفرمایید سوزنی باشه، هومیوپاتی باشه، همه اینها و پزشکی متداول وجود داره و همکارایی که به بیشتر رو اون حوزه ها کار میکنن، این هستش که یک کمی به تاریخ پزشکی کم توجهی میشه. یعنی علم پزشکی به اون معنی ساینتیفیکش که عرض میکنم، یه گذشته و یه فلسفه‌ای داره، یه چارچوب نظری داره. وقتی اینو ما کنار بگذاریم، بعد میشه ادعاهای زیادی کرد که بله ما یه طب خیلی فرض بفرمایید فراگیر و غنی داشتیم، بعد غرب اومده اینو از ما گرفته برده، بعد آوردن یه سری تجارب خودشون رو به ما غالب کردن، تئوری توطئه وقتا این وسط میاد، ما نباز داشتیم، نبازای ما رو از بین بردن، مثلا فرض بفرمایید ما میتونستیم واقعا با گرفتن نبض همه چی پی ببریم، همه مشکلات بیمار رو تشخیص بدیم. خب این دیدگاه ها بیشتر مربوط میشه به همین که به فلسفه و تاریخ علم پزشکی آشنایی وجود نداره. تاریخ علم پزشکی حداقل تو تجاربی که وجود داره و باستان شناسا میشناسن، 7000 سال قبل از میلاد جمجمه پیدا میشه که بالاخره میشه الان با روش های علمی معلوم کرد ایمان چه سالی هستش و میبینن که آثار جراحی رو مغزش هست، شکافی بوده، سوراخی بوده، بنابراین بشر نمیشسته دست رو دست و بالاخره امراض اون از پا در بیاره، حتما یه کارایی میکرده، حتما یه مداخلاتی میکرده. سوال مشخص اینه که یه داروی ما در واقع دیدیم که روی چند نفر موثر بوده، حالا تو شرایط حتی حاد چرا اجازه پژوهش به این داده نشده؟ خب عرض من به اینجا به همینجا قطع بشه دقیقا. خب بعد اومدن بالاخره مخصوصا به صورت تصاعدی، یعنی اگه ما به تاریخ پزشکی در دو سه قرن اخیر بپردازیم، میبینیم مثلا از همون جمجمه‌ای که 7000 سال پیش پیدا شده تا حدود 300-400 سال پیش، سرعت رشد در واقع این تجارب خیلی زیاد نیست. حالا بر اسم موقعیت به بومی بوده، حالا اسمش سنتی بذاریم به هر چی، بالاخره گاهی مداخلات با یه گیاه بوده، گاهی مداخلات با یه ماساژ بوده، با یه تکنیک دستورزی و مانیپولیشن بوده، همه اینا بوده. ولی در 3-4 قرن اخیر تصاعدی اینها رشد پیدا کرده. وقتی سیستم گردش خون پیدا میشه تو بدن و اینکه یه سیستم بسته است مثلا توسط هاروی، یه انقلابی اتفاق میفته. وقتی اصلا کالبد شناسی به صورت یه علم مطرح میشه و اصلا میدونن پزشکا که داخل این بدن چی هست، چیزی که مثلا ما میدونیم الان در کارهای ابن سینا اینجوری نبوده با توجه به محدودیت تشریحی که ما در به اصطلاح جوامع اسلامی داشتیم، بعضی از توصیفاتی که حتی ابن سینا میکنه کاملا معلومه که فرضی است و اصلا از آناتومی و کالبد شناسی، خب همطور که علم همطور عرض میکنم علم دیگه، علم قابل به اصطلاح نقد هستش و قابل رد شدن هستش. به هر حال وقتی که جلو اومد و روش علمی به تدریج در سایر رشته هام شکل گرفت از جمله در پزشکی، حالا اومدن شروع کردن به تولید شواهد و پژوهش. پژوهش خودش در واقع اینجا شد عامل یه سری خطا دوباره، برای که لزومی نداره هر چیزی که علمی و پژوهشی است حتما یه حرف درستی رو آخرش ما از توش در بیاریم.
برای اینکه این پژوهش در واقع خطای کمتری داشته باشه، مجبور شدن کم کم این خطاها رو با اصلاح متدولوژی بگیرن. یعنی دیدن خب چرا پژوهش‌ها رد میشه، 5 سال بعد، 10 سال بعد، 50 سال بعد یک کسی بیاد میگه فلان ماده سرطانزا نیست که شما گفته بودید هست، یا برعکس فلان ماده سرطانزا هست که شما گفته بودید نیست. دیدن اینجا مشکلات متدولوژیک. پس ما یه سری خطاهایی داریم که یا تصادفیه، مثل اینکه مترمون سالم باشه ولی پژوهشگر ما درست اندازه‌گیری نمی‌کنه. یه سری خطاها داریم که تصادفی نیست، سیستماتیکه، مثل اینکه مترمون یه مترش 107 سانت باشه یا 104 سانت باشه. بهترین پژوهشگر هم اینجا بالاخره با این ابزار غلط نتیجه غلط به دست میاره. در کنار این جور خطاها یه سری هم خطاها داریم که ناشی از بایاس‌ها یا سوگیری‌ها هست. من وقتی که میخوام یه چیزی رو نشون بدم، اون وقت نحوه اندازه‌گیری متفاوت میشه. من وقتی که میخوام یه به اصطلاح آوتکام یا پیامدی رو ثابت بکنم، ممکنه نمونه گیریم دچار مشکل بشه، برم سراغ جمعیت هایی که اون نتیجه که من میخوام توش در میاد. اینا اتفاق افتاده و همین الان هم داره اتفاق میفته به کرات در معتبرترین دانشگاه های دنیا. اینا بهش میگن بایاس، سوگیری. در واقع ما ممکنه پس به طور سیستماتیک هم در پژوهش دچار چی بشیم؟ مشکل بشیم. من نمیخوام خیلی دیگه وقت رو بگیرم. آره، میخوام بگم به این دلیل هستش که ملاحظات متدولوژیک خیلی جدی شد و بعد به دلیل این خطاها، یعنی پژوهش من، پژوهش آقای دکتر، پژوهش 5 نفر دیگه، ممکن بود به نتایج متناقضی برسه، یا با خطا یا به خاطر نمونه‌ای که انتخاب کردیم و هزار تا علت دیگه. بعد از مدتی از دهه 90 میلادی بحث پزشکی مبتنی بر شواهد میاد وارد قضیه میشه. چیز جدیدی نیست، منتها با توجه به تمام این به هر حال نقطه ضعفایی که ممکنه در پژوهش باشه، ما چیزی رو میتونیم ملاک عمل قرار بدیم که مستندات کافی متواتر، به قول علما، مثل روایت متواتر براش داشته باشیم. یعنی evidence based medicine وقت مطرح کرد که ما باید ببینیم شواهد که زیاده. الان شما ببینید مقالات که داره منتشر میشه، واقعا هر دهه داره تصاعدی میره بالا. ما چجوری واقعا درمانگر ما چجوری متوجه بشه که کی درست گفته، کی روشش درست بوده، کی؟ حالا یه مسائل جدیدی مثلا مثل بررسی های مروری یا سیستماتیک ریویو، بررسی های سیستماتیک مروری، که ما بیایم ببینیم از این، فرض بفرمایید که 100 تا بعضن 200 تا یا حتی اعداد بالاتر پژوهشی که در یه مورد خاص انجام شده، تهش به چی رسیدن، نقطه قوت های این پژوهش ها چی بوده، نقطه ضعف های این پژوهش ها چی بوده، نقطه هایی که بهش وارد میشه چی میشه. همه این مراحل طی میشه، تازه اینا به علاوه حذاقت پزشک و البته ترجیحات بیمار که اینجا متاسفانه در خیلی از کارهای بالینی مخفول واقع میشه، اینا میشه در واقع بهترین کاری که یه بالینگر میتونه در کلینیک انجام بده و به مریض خدمت بکنه. باز اینم تقدسی نداره، برای اینکه ممکنه که شواهد بعدی با فناوری قوی تر، با تکنولوژی بهتر و شواهد قوی تر، تعداد مطالعات بیشتر، 5 سال دیگه مشخص کنه که این عفونت رو اینجوری درمان نکنید. اگر جور دیگه ای درمان بکنید، عوارضش کمتره، تاثیرش هم بیشتر. اجازه بدید من یه عرض کنم خدمت. یه سوال داشتم خدمتتون. این 7000 سالی که حالا تجربه پزشکی را فقط حالا بگیریم، کاری به جای دیگه نداریم، به نظر شما بشر این 7000 سال چقدر تو راه مستقیم بوده؟ باید ببینیم تعریف شما راه مستقیم چیست. این بحث صحیح، یعنی مثلا شما گفتید نه، آزمون و خطا، بالاخره وقتی آزمون و خطا میگیریم یعنی خطا زیاده دیگه، برسن به خطا. بعدی مشخصه که این بشر تا حالا تو پزشکی یه مخاطی زیادی، خطاهای بسیاری داشته که یه آزمون کرده به نتایج رسیده، آزمون کرده به نتایج رسیده، تا برسه به حدود 1400 سال پیش که ائمه، معصومین، یکی یکی پشت سر هم دیگه پیدا شدن و سعی کردن این صراط چیکار کنن؟ مستقیم بشه. وقتی یک توصیه پزشکی یا بهداشتی ائمه میده، دیگه نیازی به آزمون و خطا نداره، چون اونا مثل ما نیستن، بشر نیستن که خطا زیادش، بشر عادی نیستن، معصومن، خطا ندارن. یه توصیه که میکنه این نشون میده که این خط راست مشخص شد. حالا 5000 سال قبل خودش ممکنه کج رفته باشن و با اون توصیه صاف میشن. اینا رو ما داریم، توصیه اینا بسیار هست که لزومی به اون آزمون ها و پژوهش های پشت سر هم دیگه که حالا مطرح کردی و الان ما زیادم باش آشنا هستم نیست، که حالا قوی ترین شما فرمودی ریویو ها هست که
مجموعه مطالعات در میاد. وقتی اینها رو ما داریم، صراط مستقیم الان مهیا هست، چرا خودمون منحرف کنیم؟ بیایم حداقل همینی که داریم طوری طوری حالا آزمایش کنیم، که البته آزمون شده است، کام به عنوان مثلا ما طرح داریم. چیزی که حالا ما ایراد گرفتم به طرح ما که مثلا گیر دادن که چرا انجام نشه، این دارو مثلا 11 تا ترکیب داره، این ترکیباتش رو گفتیم خب این ترکیبه، اینم دوزش، اینم اندازش به این شکل درست، کی درست میکنه؟ یه جایی هستن، یه شرکتی هست، شرکت ثبت شده است، اجازه ثبت ندادن، خب پس نمیشه. چون اجازه ثبت ندادن پس نمیشه. گرچه من که حالا من اونجا مثلا 30 سال منو میشناسن، اونجا دارم کار علمی میکنم، انگیزه برای خطا و دروغ گفتن اینها ندارم. گفتم اینها مطمئنه، من حدود 4000 تاشو مثلا روی بیمارا قبلا امتحان کردم، خودم استفاده کردم، اطرافیانم، و مشکلی برای کسی ایجاد نکرده. و نه اخلاقا کد نمیگیره، و چون اخلاقا کد نمیگیره نمیشه مقالش کنی، نمیشه جایی مطرح کنی، نمیشه کنفرانس کنی، چون فلان جا کار غیر اخلاقی کرد. چرا به نظرت این مخالفت میشه؟ همین روال که چون ثبت نشده توی مجموعه، خب این چون ثبت نشده معیار مخالفت اخلاقی نیست، ولی خب اونا اینو مطرح کردن که توی دانشگاه های شاید هم منطقی باشه. حداقل توی دوران کرونا فکر کنم شاید هر هفته یه پژوهش تعریف میشه. ما خود مجموعه دانشگاهی هستیم اینجا، خب کسی از تحقیقات خیلی ضرری نمیبینه، از این تحقیقات حالا تو پزشکی جنبه‌های مختلفی داره، ولی من هنوز قانع نشدم علت مخالفت چیه با این موضوع. بالاخره مخالفتی که کردن، توجیهی که آوردن این چنین بود. حتی ما برای تک تک مثلا ترکیب دارو، مثلا امام کاظم که سه تا ترکیب داره، حلیلی زرد و مستکی و پیشان شکر که هست، پژوهش هایی بود، تحقیقاتی بود، مقاله بود، ولی با ترکیبش مقاله پشتش نبود. برای تک تکش دلوری که همش مثبت، از اخیرا هم یه مطلبی خوندم که داروی امام کاظم یه داروی هوشمنده، چون در ایمنی رو بالا میبره در بیماری پیوند کلیه، چون ایمنی در واقع بالا رفتن ایمنی یه طوری برای پس زدن کلیه است، اونجا ایمنی رو در واقع متعادل میکنه، هماهنگ میکنه، ایمنی به هم ریخته رو هماهنگ میکنه. اینو یه مطلبی بود که حالا یک از پزشکانه اینکه شما سگر هم نیست. اینه که میخوام بگم این بنده خدا هم تو اشاره کرده بود برای کل داروی امام کاظم که ترکیبیست، ما مطلب و منبع مقالهی نداریم، ولی برای تک تکش هست که هر کدومش مجزا روی ویروس ها میتونه مؤثر باشه. یعنی این مطالب هست، اما حالا چرا مخالفت میکنن اجرا بشه و اینها، خب من چون دوستان تذکری دادن که ازالت توی زمان افرایت بشه، من اجازه بدید من این سوالی ازشون بپرسم. یه عرض دیگه من بگم خدمت شما عرض کنم. فرمودید علم هی داره تغییر میکنه، هی باید علم که تغییر کنه، به نظر من خیلی علم نیست. اون چیزی که تغییر میکنه نظریاته. وقتی شد علم یعنی ثابت، مثل قانون بقای انرژی که حالا ثابته، ولی علمی که بخواد هر روز تغییر کنه، این یه خورده سرگیجه میاره. من خودم دوره دانشجویی با من اینطوری میگفتن که اساتید شما همیشه up to date باش، ببین هر 4 ساعت باید مطالعه تغییر کنی. خب من الان چند سال باید درس بخونم، بعد دوباره تغییر کنه، بعد نتیجه چی میشه؟ ما دنبال یه چیزی باید بشیم که اینقدر تغییر نکنه. بله یه تجربیات اضافه میشه، اما علم که اون نظریه است به نظر ما رو تغییر میکنه. علم باید ثابت باشه. و از کجا میاد بیشتر؟ از افراد میاد که مطمئن هستن. ما از ائمه‌مون خیلی علم داریم که زمین گذاشته شده و هنوز مطالعه نکردیم، اصلا نگاش نکردیم هنوز. ما الان احادیث بهداشتمون بیشتر از احادیث فقهی یا احادیث اخلاقی یا احکامی و غیره هست. اینا تقریبا همه رو به دلیل اینکه حالا ممکنه مشکل داشته باشن کنار گذاشتیم، که حالا بالاخره که در مورد حالا شخصیت شما، حالا دیدگاه شما خیلی جذابه، شما راکنوی موی سر سفتون نشون میده سالها تو این زمینه علمی کار کردید، احتمالا مثلا آشنا نبودید با این مواز. الان چه اتفاقی افتاده که شما یه شخصیت علمی بیش از این که بخواد مثلا به نظریه اتکا بکنه، به روش اتکا بکنه، داره به احادیث بیشتر ارجاع میده؟ نکته دوم اینه که اون احادیث خب متخصص خودشو داره. خیلی از علمای ما اینجوری که حالا نقل در رسانه ها هستش، اعتبار خیلی از احادیث و روایات رو مطمئن ندونستن و گفتن خب اینا حالا بحث به حساب بحث داره که اصلا این حدیث به
روی مستند هست یا نه، و ما داریم روی چیزی در واقع دست می‌ذاریم که متخصصین اون موضوع دارن میگن مستند نیست. این چجوری میشه اینو حل کرد؟ اولا خدمتتون عرض کنم که ما بالاخره همه مذهبی هستیم، همه مسلمان هستیم، فامیل هستیم با آقای دکتر سید هستیم، اعتقاداتمون رو داریم همون، نه که نداشته باشیم. قبلا هم بالاخره با آقای احادی سر و کار داشتیم. عرض کردم من وقتی افتادم تو این وادی که پی اچ دی مو گرفته بودم، یعنی یک ثباتی در واقع ایجاد شد. یه سری چیزایی هست که انسان رو مشغول میکنه متاسفانه توی جامعه. به شما عرض کنم که همین تحصیلات، تحصیلاتی که پشت سر هم برای افراد مختلف، سرگرمی های متاسفانه تو جامعه گذاشتیم، حالا بحث خارج نشه از بحث کرونا، این سرگرمی ها مثلا تا یه 25 سال 30 سال تدریس شاید ترمی 15-20 واحد من تدریس میکردم، یعنی انقدر مشغولیات بود که شاید به اون اصل مطلب نمیتونستیم برسیم. یه مقدار ثبات شد توی زندگی، بعد کم کم مراجعه کردم، انشاءالله خداوندم کمک کرد تا من تو 3 سال اخیر متوجه شدم که با اینکه حالا طب سنتی هم خیلی هم موفقیت داشته، اونها هم از احادیث روایت زیاد استفاده میکنن، ولی خب توی طب اسلامی تقریبا میشه گفت بیشتر از همه استفاده شد و احساس کردم صحیحه، نه به خاطر اینکه حالا اعتقادی داشته باشم، تجربه دیدم صحیحه. مثلا همین دارو امام کاظم روایت هست، به روایتش ممکنه خیلی این مورد بیارن، ولی در عمل میبینیم جواب میده، یکی مورد نه، دو مورد نه، 2000 مورد میبینیم جواب میده. بنابراین چون جواب میده پس حدیث درسته. مورد بعدش، مورد بعدش، مورد بعدش، اصلا 200 دارو داره. چندیم روزی توی 3 سال من تجربه کردم. شما فهمم برای خودم حجت شده که برای خودم حجت شده این دارو موثره، ولی هنوز نتونستم اون رو به صورت علمی تو محافل آکادمیک اثبات کنم. یه موانعی هست دیگه، این کد اخلاق متأسفانه همه جا هست. خواهش می‌کنم. فهمم شاید دکتر فکر کنم الان قبلا شامل 3 تا بحث بود، الان شامل 4 تا بحث شد. فرمودن که خب این علم جدید اصلا اگر میخواد تغییر بکنه و ارزشش میرزه سوال. من میخوام عرض کنم که ببینید علم جدید کارنامش مشخص، یعنی علم مثلا علم جدید به ساینس به همون مفهومی که من توضیح دادم کارنامش مشخص. اگر الان از همین طریق دارن ادعی صحبت های ما رو میشنون، کامیونیکیشن کارنامش مشخص، در حمل و نقل کارنامش مشخصه، در علم فیزیک و شیمی و مواد کارنامش مشخصه، در علم مهندسی همینطور، در پزشکی هم همینطور. اگر ما الان اون مرگ و میرهایی که این مرگ و میرهایی که ما الان برای کرونا در دنیا میبینیم یه زمانی جزو خورده مرگ و میرهای دنیا بوده، یعنی به قدری آمار مرگ و میر بالا بوده که اصولا به همون اندازه که زاد و ولد بالا بوده مرگ و میر هم بالا بوده، مردم با ساده ترین مسائل از بین میرفتن. چی شد که جمعیت کره زمین از 300-400 سال پیش یه دفعه به صورت تصاعدی شروع کرد بالاتر رفتن که الان رسیدیم به این نقطه 7-8 میلیارد؟ از نظریه مالتوس بله دقیقاً، از اون اصلا نظریه مالتوس، چرا 400 سال قبل از مالتوس کسی هم چه دغدغه‌ای نداشت؟ اصلا مثل برگ درخت آدما در اثر یه اپیدمی از بین می‌رفتن. من فقط برگردم به تجربه 40 ساله اخیر خودمون در ایران. و اصلا ما غرب رو میذاریم کنار، چون هر وقت از این بحثا میشه همه فکر میکنن ساینس مال غرب. تجربه 40 سال اخیر کشور خودمون با زحمات پیشکسوتای مثل خدا رحمت کنه آقای دکتر شادپور، آقای دکتر پیلرودی و خدا حفظ کنه امثال آقای تو ملک افسلی، آقای تو مرندی، اینا کسایی بودن که پایه‌گذار پی اچ سی یا مراقبت‌های اولیه بهداشتی توی مملکت بودن. با همین اصول علمی ما مرگ و میر مادرانمون غیر قابل باور کنترل شده، مرگ و میر نوزادانمون همینجور، مرگ و میر کودکان زیر 5 سالمون همینطور. بچه‌ای که با یه اسهال ساده از بین میرفته، با یه گرد پودر که توش یه کمی شکر و نمک بود با آب و الکترولیت این جانش نجات پیدا میکرده. بنابراین علم لزومی نداره کارنامه‌شو بیاره به تک تک آدم‌ها نشون بده، علم کارنامه‌شو داره در زندگی روزمره و از همه شاید کلی‌ترش لایف اکسپیکتنسی یا امید به زندگی. چجوری میشه در کشور الان ژاپن نزدیک 90 سال داره میشه کم کم امید به زندگی، یعنی آدمی که به دنیا میاد برخلاف 400 سال پیش که فکر میکردن این احتمال قوی شاید به 40 سالگی هم نرسه، الان داره به نزدیک 90 سال میرسه. یعنی بحث عام پس کارنامه علم مشخصه و اون چیزی که شما فرمودید باید ثابت باشه اون قانون هست. بر قانون سوم نیوتن
قبل از گالیله بوده، بعد از گالیله بوده، قبل از خود نیوتن هم وجود داشته، بعد از خود نیوتن هم وجود داشته. در حالی که ساینس اینطوری نیست، ساینس یه چیز دینامیکه، یه چیز مرتباً در حال تحول هستش. خب این یه بحث دیگه. فرمودن خیلی خب ما اومدیم اصلا ساینس با هر تعریفی قبول. خب وقتی ما چنین به اصطلاح گوهر نابی مثل فرمایش معصومی داریم که میتونیم منشأ در واقع ساینس بر خودمون قرار بدیم، چرا این کار رو نکنیم؟ من پاسخم اینه که اگر الان به جای آقای دکتر که خب از فرزندان معصومین علیه السلام هستن، خود امام صادق علیه السلام اینجا نشسته بودن و به من میگفتن که امروز برای کرونا مصرف فلان چیز موثره، خب این تازه برای من بچه مسلمون شیعه اثناعشری حجت بود، بحثی نداشتی دیگه. از این مرجع بهتر کی میخوام اصلا؟ خب ولی آیا ما میتونیم بحث علمی بکنیم اینطوری تو دنیا؟ میتونیم دیگران رو قانع بکنیم که عرض کنم چون حتی شما همینه، چرا ما نمیتونیم تحقیق بکنیم؟ حالا این اگری بوده، یه اگر خیلی بزرگی است، گفتم اگر هست امام صادق اینجا نشسته بود، ولی اگر ایشون اینجا نشسته بودن و چیزی رو به من میگفتن که مطمئن بودم که از ایشون هست و از معصوم هست، اون وقت من برای اینکه این رو بیام اصطلاحاً ترجمه کنم، ترجمه دانش بکنم در دنیا، باید میبردمش تو همین قالب روش علمی با همین متدولوژی ثابت میکردم در یک کارآزمایی بالینی که آقا شما چه کار دارید که از امام صادق چنین چیزی رو فهمیدن یا نه، این ماده شیمیایی یا این ماده طبیعی یا این ترکیبی که از بعضی چیزا درست میکنیم روی فلان بیماری اثر داره، اینم کارآزمایی بالینیش و اینم نتایج آماریش. خب به این راحتی دنیا زیر بار نمیره که میگه خیلی خب شما تو کارآزمایی بالینی نشون دادی که این ماده این تاثیر روی این بیماری داره، ما خودمون بعد امتحان کنیم، بسم الله امتحان کنیم، تو ژاپن هم امتحان میکنه، تو آمریکا هم امتحان میکنه، دو تا محقق تو اروپا هم امتحان میکنه، ریویو آرتیکل از این تو در میاد، سیستماتیک ریویو از این تو در میاد، باور بفرمایید به راحتی میره داخل چی تکست بوک ها. خب کما اینکه خیلی از این مواد استفاده شده، از کجا معلوم شد که برای مالاریا ما میتونیم از درمانهایی استفاده کنیم که مثلا گیاه گنگنه عاملشه؟ دیدن محلی ها از این دارویی که استفاده میکنن بالاخره مالاریا کماکان داره تلفات میگیره از اینا، ولی که تأثیری میذاره. خب بعد الان داروهای ضد مالاریا رو از همون منشأ دارن میگیرن. چرا الان مریضای نارسایی قلبی ما دیگوکسین دارن مصرف میکنن؟ این دیگوکسین از کجا اومده؟ برای که دیدن وقتی گیاه دیجیتالیست ترکیباتش مصرف میشه کانتراکتیلیتی قلب رو میبره بالا. خب این وقتی تو محیط آزمایشگاه تشخیص داده شد و بعد رسید با مراحلی به کلینیکال ترایال، خب چرا ما اینو نسازیمش به صورت قرص خیلی من چون میخوام بشه خالص بین حالا طب کلا یا این اگر رو اجازه بدید من میخوام برم سوال طب اسلامی با این حساب که شما میفرمایید چون چه ساده ایه اینا خیلی به حساب مدافعین طب اسلامی دارن ادعا میکنن که آقا ما این دارو رو داریم خودشون دارن به آب آتیش میزنن. حالا بعد نه، از این حرکت هنوز انجام میدن. این فرضی که من گفتم خب یه فرض محاله. خب ما الان با در واقع اون چی که به لحاظ چارچوب نظری میخوام بگیم، چارچوب نظری طب اسلامی چیست؟ بالاخره باید یا قرآن باشه یا اهل بیت دیگه. من فکر نمی‌کنم چیزی دیگه بله. بتونیم بهش اضافه کنیم که بخوایم بگیم از دامنه ساینس خارجه. چرا اینجوری نیست که چون علوم اسلامی هم که در 1400 سال پیش متوقف نشدن که، اونا هم همونطور که گفتیم تحقیق شده، نوشتن، کلی دانشمند داریم، کلی به روز رسانی شده راجع مسائل روز و مستحدثه و نمیدونم اینا بحث شده، پس علم هم تو گفتم متوقف نمیمونه. اما ما دو تا مرجع اوریجینال می‌خوایم برای اینکه بخوام طب اسلامی رو روش بنا کنیم. اولیش قرآن. خب ثقل اکبر هم هست و وقتی که میریم بهش مراجعه میکنیم توش همچین سرنخ‌هایی نمی‌بینیم. قرآن کتاب هدایته. خودش وقتی میخواد معرفی بکنه رسم در مورد میگه آه آه. نه ما الان یه چالشی داریم تحت عنوان کرونا. نه میخوام بگم چون که ایشون میخوان بگن که الان روایات احادیث که هست خیلی محکم نیست. نه اول قرآن، ما البته قرآنی داریم. خب قرآن کتاب هدایت، تازه اونم هدایت مشروط، هدن للمتقین، هدن للمحسنین، یه جای دیگه هدن للمؤمنین. برابری تازه همین قرآن ممکن برای یه فتنه بشه، با همین قرآن داعش درست میشه. ولی کسی که درست نتونه این قرآن تحلیل بکنه بعد از توش چیزایی اصلا عجیب غریب ممکنه در بیاره. خب پس دقت بکنیم، در قرآن ما شواهدی به نفع طب اسلامی نداریم.
اما شواهدی به ضررش داریم. مثلا وقتی در آیه 116 نهر یه ادعایی رو در واقع میکردن که آقا این درسته، این غلطه، این حلاله، این حرامه، خدا نهی میکنه که این کارو نکنید. آخر آیه میفرماید ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. نمیتونیم چیزی رو که مطمئن نیستیم خدا اینو گفته بعد بگیم خدا گفته. این خیلی، یعنی این من خودم آدم یه همچین کمی به قول معروف حسابی میترسه وقتی آیه اینقدر صریحه که افترا نمیتونیم به خدا بزنیم. هر چی خدا گفته گفته. یا در آیه 80 سوره بقره، نه نه ببین من بگم طب من داره میخوام بگم ما میخوام از تو قرآن یه چیزایی رو در بیاریم. خب بله. اصلا ممکنه راجع فیزیک، خب ممکن یک کسی بیاد بگه آقا من میخوام قواعد مهندسی رو از قرآن در بیارم. میگم آقا قرآن همچی چیزی رو به من نمیده، هیچ اصول مهندسی از توش نمیتونم در بیارم. یا در آیه 80 بقره که آیه به این ختم میشه ام تقولون علی الله ما لا تعلم، باز یه چیزایی رو نسبت ندید به خدا که نمیدونید. خب این یه بحثه. بحث دیگه، خب طبیعتاً آنچه که در مورد مسائل سلامت و حوزه پزشکی ما باهاش سر و کار داریم خب عمدتاً تو روایات هستش. حالا تو بحث روایات باز ما خیلی به هر حال دقایقی داریم که این دقایق اگر توجه بهش نشه و توی 1400 سال هزاران سال صدها سال کار شده روش. ببینید ما در مورد مسائل روشی که در واقع شد دریات چشم، ما بجز از آیات از روایات متواتر نمیتونیم استفاده کنیم. اون وقت تعداد روایات متواتر ما که در واقع بیش از یک منبع داره شاید به اندازه، حالا من احتیاط میکنم میگم دو رقمی، ولی باور بفرمایید که هستن بزرگان دینی که میگن به تعداد انگشتای دست و پا نیست، تعداد روایات متواتر. اگر بزرگانی مثل شیخ صدوق، مثل فرض فهم علامه مجلسی برای این روایات رو جمع و جور کردن در شکل کتاب‌های مختلف، حالا در درجه اول اون کتب اربعه، بعد حالا بیایم یه درجه پایین‌تر بهار الانوار یا کتاب‌های دیگه، برای این بوده که دیگه بیشتر از اینا چیزی خدای نکرده به اینا اضافه نشه. اما اینا اینجوری نیست که قابل خدش نباشه. شما برید ببینید علمای مثل مرحوم الان اسم بزرگوارشون یادم رفت، زیاده، یعنی از داستان که حتی به همین روایت‌هایی که در تهذیب و استبصار و من لا یحضر و اصول کافی و اینا هست نقدای جدی دارن، میگه سندیت نداره. اینطوری میشه که وقتی مثلا حضرت آیت الله جوادی آملی میفرماید ما نمیتونیم چیزی به نام طب اسلامی داشته باشیم، یا جناب آقای حجت الاسلام فاطمی نیا که من حالا یه زمانی توفیق محضرشون رو داشتم، ایشون اصلا در علم رجال مسلط، یعنی ایشون دقیق، من یه وقتا به شوخی میگفتم اگه شاید یه اسم و فامیل همینطوری هم شما بگید که تو تاریخی همچی شخصیتی وجود داشته باشه براتون تحتوش در می آورد که این فرزند کیو کیو کیه. خب ایشون رسما میاد میگه آقا ما چیزی اونات به اسلامی نداریم و ما نمیتونیم منابع روایی رو برای استخراج پزشکی وارد کنیم. اصلا بحث طب اسلامی نه نه، حالا این یه بحث، بحث اینجاست که من میخوام نکته کاربردیش اینه، ما میتونیم از اینها چی در بیاریم، فرضیه در بیاریم، سوال در بیاریم. روایتی هست منسوب به امام صادق علیه السلام که میگه آقا فلان ترکیب ممکنه روی بیماری اثر داشته باشه. خب برای من چه فرضیه خوبیه، یه سواله. من اصلا دقیقاً این سواله. ببینید پس من این سوال رو باید ببرمش تو چارچوب متدولوژی و روش علمی، بیارم برم همون مراحل رو ثابت کنم، به همه دنیا ثابت کنم که من با این فرمایش امام صادق در واقع به یه محصولی رسیدم که میتونه به لحاظ علمی هم این مراحل رو طی بکنه و اوکی بگیره، هیچ بحثی توش نیست. من همه بحثم اینه که اصلا من با این تفکیک مخالفم. درسته که با واژه طب اسلامی گفتم یکم نسبت به سنتی و هومیوپاتی و نمیدونم بقیه سوزنی و اینا بیشتر مشکل دارم، من با این تفکیک طب قدیم و جدید مشکل دارم. ما یا یه چیزی رو به لحاظ ساینتیفیک میتونیم بیاریم نشونش بدیم، اثر بخشش رو نشون بدیم و به کارش بگیریم، این علم پزشکی است، ولی اینکه 5000 سال پیش استفاده میشه، ولی اینکه کنفوسیوس در مورد این اظهار نظری کرده باشه، ولی اینکه معصومین علیه السلام در این خصوص این نظر رو داده باشن. برای من و آقای دکتر شیعه طبیعتاً حرف امام صادق یه چیز دیگه است.
تو حرف فلان فرض کنید عالمی که در یه ور دیگه دنیا حرف زده، ولی اگر من میخوام اینو به دنیا اعلام بکنم و بیارم روشمندش بکنم و به عنوان درمان کلاسیک وارد عرصه پزشکیش بکنم، مسیرش اینه، هیچ راه حلی دیگه ای نداره. من به راه دیگه ای نمیرسم. ببینید حالا من یه نکته رو من فقط عرض بکنم، باز از جهت تذکر که ما چرا اصلا تو این قضیه ورود کردیم. من خودم خب برجت تحصیلات جامعه شناسی دارم و این که حالا برجت از دو پزشک بزرگوار دعوت کردیم تو این موضوع، این که یک بار می‌خواستیم خب از نزدیک این بحث رو شاهد باشیم، حالا بذاریم مخاطبونم شاهد باشم که ما الان خب به یه مشکل پزشکی داریم که چیزی که تا الان برمیاد این که یک مثلا دارویی وجود داره، این دارو با یه روش علمی باید تست باشه ولی این کار انجام نمیشه و همین داره هی تنش رو دامن میزنه. یعنی هر روز ما در واقع شاهد انواع بی اخلاقی ها، تهمت ها به هم، حمله ها به هم هستیم. چرا؟ چون نمیخوایم یه دارو تست بکنیم که این دارو مؤثر هست یا نیست. توی جامعه شناسی یا تو علم سیاست معمولا وقتی این گره ها پیش میاد، گره های تحقیقاتی و علمی و اینها، میرن یه پارادایم دیگه، مثلا میگن که این باید در چارچوب جامعه شناسی سیاسی بحث بشه یا در چارچوب جامعه به حساب بحث نزاع قدرت ها بحث بشه. یعنی اونجا در قدرت ها که تصمیم میگیرن و این قدرت ها که اجازه به نوعی فضای اجتماعی رو دچار یک دو انسداد میکنن و علت اصلی ورود ما به این موضوع به نوعی کالبد شکافی این انسداده. اگر نه خب قطعا نهستایی که شما در حوزه پزشکی آقای دکتر میفرمایید من نمیتونم ورودی بکنم یا خدشه ای وارد بکنم. حتی بحثی که شما کردید ناظر به حالا تاریخ علم پزشکی بود یا روش به حساب علم پزشکی. با این حساب الان سوال به قوت خودش باقیه، این که در کنار این همه ما حالا داروی که داریم تست میکنیم خب این یه دونه رو انجام میدیم. خدمت شما عرض کنم من چند تا صحبت رو پاسخ بدم. این تفاوت همون علم و قانون که فرمودید، هر دو رو با نظریه این میدونن که اونا ثابت شده است، مونده است و نظریه هنوز باید روش کار بشه و ثابت بشه. این از این. بعد اسم دو تا بزرگوار آوردید، آیت الله جوادی آملی و آیت الله آن جواب فاطمینیا، که حق زیادی به گردن ما دارن. ما خیلی از جلساتشون استفاده کردیم. اما این قولی که به احادیث طبی پزشکی آوردن که اینها ممکنه پشتوانه محکمی نداشته باشه، این قول به تمام روایات و احادیث ما وارده. همونجور که فرمودید کمتر از انگشتان دست و پا میشه. بنابراین بخوای با این نظریه طب، با این صحبت طب اسلامی رو زیر سوال ببریم، کلیه علوم شیعه زیر سوال میره. یعنی اونا رو باید به اصول نظریم کنار، چون تعداد احادیثمون بهداشتی علوم به معنی نالج یا ساینس، چیزی که الان توی شیعه ما فلسفه یا ساینس نمیدونیم، اون به عنوان الهیات حتی اخلاقی که ما داریم توصیه میکنیم، کلاس های اخلاق داریم دیگه، کلاس های احکام داریم دیگه، کلاس های به شما انواع کلاس ها هستی که از احادیث و روایت بسیار استفاده میکنن. اگر اینطوری باشه اونام باید زیر سوال باشه، که چون اینا هم تعدادش از نظر کمی حداقل بیشتر از تعداد سایر احادیث هست. و باز آیت الله فاطمی‌نیا رو اشاره فرمودید، حالا ما خدمتشون ارادت داریم، استفاده کردیم، حق به گردنمون دارن. اما مثلا آیت الله عسکری کنارش بذارید، آیت الله فاطمی‌نیا رزومه‌شون نگاه کنید، آیت الله عسکری رزومه‌شون نگاه کنید، می‌بینید خیلی درباره احادیث کتاب اصلا کتابای زیادی داره، درسته که ایشون نداره، در بحث رجال بحث درایه که اینها تایید کردن مثلا رساله ذهبیه رو آیت الله فاطمی‌نیا. من برای همین بالاترینش گرفتم آقای دکتر، گفتم اصلا خود امام صاحب اینو نوشته. اجازه فهم اونم میرسید. آیت الله فاطمی‌نیا رو مثلا مقایسه کنید با اون، می‌بینید خب اون مطالعهش بیشتر بوده و اون راحت مثلا رساله ذهبیه رد می‌کنه، در صورتی که شما به راحتی میپذیره و تایید می‌کنه و توصیه می‌کنه که استفاده کنید. و اما اینجا امام صادق زنده اینجا بشینن صحبت کنن، ببینید ما احتیاج نداریم اگر ما ارادتی داشته باشیم نسبت به اهل بیت کافیه یه جمله گفته باشن، شک کنیم که ممکنه درست باشه، یه احتمالش بدیم درست باشه. بخوام درباره هر کدوم از اینا که الان ما فقط برای یک طرح بیش از چند هفته ما منتظر شدیم که حالا بالاخره نتیجه چه به ما بدن، که از قول دادن سریع‌تر بدن، ولی خب بعضی از افرادی که تو خانه‌ها شرکت داشتن تلاش داشتن
یه جوری این در واقع پذیرفته بشه. برای همین چندین جلسه بحث مکرر روش شد، ما برای هر به دلیل موفق نشدن کارنل بخاطر یه تر که حالا تصیب بشه یا نشه، کد اخلاق بدن ما شروع کنیم نکنیم، چند هفته معطل شدیم. حالا وقتی که شروع شد و بعد رفت تو روال کار، میدونید که چقدر طول میکشه، چند ماه بتون تا نتیجه بده، چقدر این وسط ما ممکنه تلفات داشته باشیم، کار نداریم که حالا بگیم. بخاطر اینکه یک قانون، یک روایتی که به حق هست به هر دلیلی نشده اجرا بشه. اگر ما احساس کردیم که یکی از این جملات ممکنه درست باشه، همون بخاطر ممکنه درست بودنش ما باید بذاریمش کنار، روش تحقیق کنیم، بررسی کنیم، یک ماه، دو ماه، سه ماه، یک سال، دو سال که به نتیجه برسیم یا نرسیم. حساب کنید 11,000 توصیه مثلا، اینا رو بخوایم روشون این سیستم اجرا کنیم، خیلی خوبه، باید هم بشه، ولی خب بخوایم این اینقدر طولش بدیم و معطل بشیم نتیجهش چی میشه؟ ممکنه تحقیق هستین الان؟ نه ممکن نیستم، ممکنه خیلی طول بکشه. آه طول کشیدن شده پس کنیم، از عمر ما بیشتر طول میکشه که ما فرض کنیم نمک رو شروع کنیم و قبل از غذا بعد از بخوریم یا نخوریم. این طرح داده شده ما هر روز باید بخوریم اینو، مثلا روز سه بعد چهار بعد توصیه شده که انجام بدیم. حالا اینو ما انجام بدیم یا ندیم، بخوایم منتظر یه طرح بشیم، چقدر ممکنه ما گرفتار بیماری هایی بشیم که حالا توی روایت ها توصیه شده. با همین قضیه ما یه مقاله‌ای داشتیم که حالا اسم نویسنده‌اش من حضور ذهن ندارم، اومده روی احادیث بهداشتی مصاحبه زیادی انجام داده بود با علما و نتیجه‌گیری نهاییش خلاصه کنم خدمتتون، گفته بود ما بنا رو بر این می‌ذاریم که احادیث رو اجرا کنیم مگر اینکه خلافش از نظر علمی ثابت بشه. اگر بخوایم معطل بشیم برای اینها، برای خودمون، برای زندگی شخصی خودمون، بهداشتی که می‌خوام اجرا کنیم، توصیه عمومی بود، توصیه احادیث برای زندگی شخصی خودتون اجرا کنید، برای اطرافیانتون اجرا کنید. منم که شروع کردم، برای خودم شروع کردم، برای اطرافیانم شروع کردم، برای کسایی که بالاخره میمدن مراجعه میکردن و توصیه میکردیم براشون. بعد بعدن اگر دیدیم خلافش از نظر علمی تحقیقاتی که کردن ثابت شد، اون موقع است که کسایی که خب خیلی مطمئنن به این کار باید این کار رو بکنن. بله دیگه، بعضی ممکنه بترسن بگن عوارضی برای ما داره. بله بله داشتیم دیگه. ما الان مثلا همین نمک که خدمت شما عرض کردم که من تقریبا میشه به همه توصیه میکنم نمک طبیعی رو قبل و بعد از غذاشون استفاده کنن، توی اقوام اونایی که استفاده نکردن و معمولا کرونا رو سخت گرفتن و اونایی که استفاده کردن با چشم خودم دیدم دیگه کمتر گرفتن یا اگر گرفتن پاسش کردن، دیگه اون رو نگرفتن. حالا ما بحثمون تو بحث پیشگیری از کرونا بود، بحثمون بحث درمان کرونا. اگر کرونا یه مشتاق آقای دکتر میتونه فشار خون باشه، بله اونا میتونه باشه، متشکرم. بود بحثمون اینه و اگر واقعا موضوع کرونا نبود، چون وابستگی به مرگ و زندگی افراد داره، من هیچ انگیزه ای نداشتم برای این جلسه بیام. من عرض کردم خدمتتون 3 ساله دارم این کارو میکنم، نه مقاله در رابطه ارائه کردن، نه سخنرانی، نه کلیپی، فقط بحث کرونا که پیش اومد و احساس کردم ضرورت هست و اگر نگی ممکنه مسئول باشیم. من حتی به بعضی از مسئولین هم تلفنشون رو پیدا کردم و بهشون اس ام اس دادم که شما مسئولید که اگر مانع بشید مراقب باشید که پس فردا میخواین در بارگاه خداوند پاسخ بدید. داروها رو شما میشناسید، عوارضی آنچنان نداره، حتی ترکیباتش هم دارید میبینید و مانع شدن برای اجراش یه جوری بر واقع باید پاسخگوی بارگاه الهی هم باشید. بیشتر اون بحثمون اینه. اگر میخواید روی این کار کنیم بفرمایید، چون شما هنوز فرصت داریم در تکمیل بحث شما میخوام یه نکته بگم، ولی خب یه سوالیه که فکر میکنم الان خیلی از مخاطبا داشته باشن. من شنیدم که یکی از این دانشگاه‌ها اومده بود و این روغن بنفشه معروف رو پذیرفته، اون کمیته اخلاق در پژوهشش، بله اون پژوهش رو کنی بعد اینکه اینو پذیرفته بودن منحل شدن، فعلا تعلیق شدن از کار. تعلیق شما نشید اون شروع کار شروع شد، چون شروع به کار شد. من اشتباه میگم، شما در جریان هستید، اصلا مصوبه کمیته اخلاق نداشته متاسفانه، بله در سایت کمیته اخلاق وارد شده و به همین علت هم دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت، ایشون دیگه با پیگیری هایی که کردن این تعلیق کمیته اونجا شد. شما این اطلاع هم برده. یه نکته ای که آقای دکتر در مورد طب اسلامی هست اینه که یه عده ای که کم هم نیستن، اگه کم هم باشن ضریب نفوذ در رسانه‌شون خیلی زیاده، از قبیل این آقایی که اومده تو بیمارستان و بالا سر یه مریضی و مداخله کرد در بیمارستان. یعنی اخیراً که یک آقای اومده بود در
یه ویدئوی زنده اومده بود ادرار یه حیوانی رو خورده بود و اینها، من که خب واقعا آدم داشت به هم میخورد. چجوریه؟ یعنی بالاخره شما وقتی دارید یه ادعای خیلی بزرگی رو میکنید، مثلا که ما درمان کرونا رو داریم، بعد یه چهار نفر میان فضا رو اینجوری مخدوش میکنم، خود تبستان موضعی هم نمیگیره. آیت الله حالا خدمت شما، آقای که اومده بود توی آقای که اومده بود حالا تو جمع کرونا یا بدون پوشش و اینها، وقتی این کار رو میکنن شما یه ادعایی هم میکنید بگید نه اینو بخورید، مردم میگن خب آقا یه آقای گفته اینو بخورید، اینم گفته اینو بخورید. اصلا خود مثلا به نوعی آقای دکتر آذین که مثلا مدافع در واقع اینو پزشک هستن نگاه میکنم، خب این که شما نمیشناسن نگاه میکنم میگن که خب اینا چرا اینجوری رفتار میکنن، بعد ما میخوایم از اینا توصیه قبول بکنیم، یعنی کسی که میاد این رفتار رو میکنه. ببین مردم در واقع شما رو خدمت شما عرض کنم که آقایی که این کارو کرده بودن در واقع به جرم اغتشاش افکار عمومی خودشون معرفی کردن و ظاهرا حالا با سند آزاد هستن، ولی کسی که در واقع دوئل کرده بود، میخوام بگم که یه نفری بود که دادگاه برخوردی بود، نه میخوام بگم خدمتون، اول ابتدا یکی از رئیس یه دانشگاه اصفهان بود، حالا بکنم خانم دکتر چنگیزی بود، حالا نمیدونم اسم بریم درست هست یا نه، ایشون خواسته بود که اگر میتونید بیاید داخل مثلا بیماری کرونایی شما که ادعای درمان دارید بیاید اینجا و درمان کنید. خب در واقع اگه بخوام بگیم اغتشاشگر موضعش کجاست، همونه که اعلام دوئل میکنه. خب این هم تحریک شده بود چون مطمئن بود، جوانی کرده بود، مطمئن بود پیشگیری کرده و درمانش هم تو دست خودش هست، اومد این کارو کرد. خب الحمدلله بیمار هم نشد، حالا ممکن بود حالا اثرات سوئی داشته باشه تو جامعه، ولی یک محرکی در واقع اینجا باعث شده بود که این حرکت انجام بله قبول دارم، ولی خیلی نباید سرخود این کارو نکرده بود، هم محرکش رو باید در واقع ازش بازخواست کنن چرا تحریک کردی، هم از فردی که این کار انجام شده، حالا بعد از به اعتقادی که داشت این کارو انجام داده بود، خب حالا باید ببینن چه کار کرده که مریض نشده. درست، یکی بود باید سوال بشه دیگه، همین هایی که گرفتن به خاطر اغتشاشات عمومی و افکار عمومی هم جریمش کردن یا با وثیقه آزاده، این سوال هم پیش بیاد. چرا؟ در خصوص اون ادرار شطور هم که شما فرمودید، خب ما روایت محکمی داریم در این رابطه که ادرار شطور میتونه درمان باشه. آیا توی علم پزشکی نوین از ادرار استفاده نمی کنن؟ ما یه دارو داریم به اسم اوروکیناز، آدیتورم میدونن، برای لخته خون میدن، از ادرار انسان گرفته میشه. در علم پزشکی ادرار استریله، پاکه، حالا چه مال حیوانات میشه، اگر کوچکتر میکرو عفونتی توشیده بشه میگن بیماری، بنابراین پاکه. تو شرع ما و ادرار بعضی از موجودات پاکه و ادرار انسان مثلا نجس. خب از این دارن دارو میگیرن، پس میگن چون از این دارو گرفتن تزریق کردن کار اشتباهی بوده، اونم یه جور داروئه، تجربه هم شده، جواب هم داده روی بیمارها، ولی خب حالا این حرکتش رو به این صورت بیاد دلو نمایش بذاره و فیلم بذاره، خیلی خارو طب اسلامی خیلی موافق نیستم. موضوعون در همین حد بود که ایشون از ما نیست، ما موافق این حرکت نیستیم، ولی چند از نظر فقهی حدیث، از نظر حدیثی حدیث کار درست است، کار غلطی نیست. عنوان آره یک چند چیزی داشتیم که به عنوان درمان تجربی استفاده شده و خب ایشون از گروه طب اسلامی نبوده حالا این کارو کرده، ما طبقه نداریم که بیان همچین حرکتی رو جلو دوربین انجام بدن، ولی برای روش درمانی استفاده شده، در صورتی که این هم پاکه و از نجس ها متاسفانه توی علم پزشکی زیاد داریم برای استفاده میشه. بهتر من اون تحریفی میگم جامعه شناسی در واقع به نوعی رادیکالیزه شدن فضای اجتماعی، یعنی افرادی که داوطلبن، افرادی که یا حالا ادعای داوطلبی دارن و میخوان کاری رو بکنن، ما اگه اینا نتونیم مدیریت بکنیم، همین افراد میتونن تبدیل بشن به انسان‌هایی که حرکاتی در واقع ازشون متعادل بشه که ما اطلاق نابهنجاری رو بهش میتونیم بدیم و خودمونم دست آخر کسایی باید باشیم که با اینا باید برخورد بکنیم، یعنی قاعده تموم هم نمیشه متاسفانه. چون حتی فرصت داری دارید فکر کنم الان
اگه اجازه بدید من نه نه سلام دوازده صحبت‌ها قبلیمو جمع‌بندی کنم و بعد در ادامه برمیگردیم صحبت‌ها رو. شما همین الان به نکته خوبی اشاره کردید. بالاخره چرخو که بنا نیست بشر 20 بار اختراع کنه. بله. و این که من انقدر رو تاریخ و فلسفه علم به اصطلاح تاکید دارم مال اینه که میان کلام تو ما الان چقدر وقت داریم؟ 2 ساعت. تموم شد. 1 ساعت تموم شد. خب الان بعد میتونید ریفرش کنید در واقع 10 دقیقه رو دیگه جمع بندی کنید. یه بار یاد داریم. خب اون لایو چی میشه میمونه؟ لایو تا 24 ساعت میمونه؟ آره؟ چه جوری اما من تکنیکیشو نمیدونم. شما میتونید سریع لایو گرفت. لایو اول تا 24 ساعت میمونه آره؟ بله بله. بعد لایو دوم چی؟ اون میره 24 ساعت دوم؟ نه هر دو تاش تا 24 ساعت. هر دو تاش میمونه تا 24 ساعت. آخه 1 ساعت بیشتر نمیتونه. و ما وای نیست نامی نشدیم بیشتر از کرونا نکردیم ما سپردیم اول به نسل جدید از کرونا یک ساعت شد کرونا نگفتیم گفتیم فرق از میکردم کرونا یه مصداقه حالا اتفاقا برمیگردیم رو کرونا که وقت آره ضبط شده شو میبینن سر فرصت چون ساعت هم ساعت کاریه واسه همین همه این ما اصلا تو فضای اینستا بازار نبودیم آره نه این اینستا بازار میذاره از 12 شب برای که میدونن الان میتونه نشستن بیکن بعد افتار روزی میدیم بعد افتار کسی جور نده مناظره نده بیا لایه دوم الان ما کیف دارو سرد بگیم آره 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 دارو سرد شما میده شما مکبوکتی چه کردی؟ من زنگ بزنم الان مدویس چیز کردم شما لایو بیم با مدویس خوب من این پیجا رو میبود بخونم که بدون اکنم باید بگیم من فکر کنم برای رادیو سلامت میتونید بعدا از همون لایو استفاده بفرمایید. آره خودشون امضا کردن. بله. آقای دکتر ریایی هم آهنگ کردن با شما. بله بله. ریکوست نمیده دارو سچه. ریکوست نمیده. یه ساعت تموم شده دیگه. وارد شروع کنیم بس بس که زمان آره سیو بشه من یه نکته توضیح بدم آقای دکتر بعد شما بفرمایید این لایو دوم ما از مناظره که خدمت آقای دکتر خادم الحسینی و آقای دکتر سیدعلی قاضی هستیم سعی می‌کنیم که دیگه تا کمتر از نیم ساعت آقای دکتر بله بله بحث رو تموم بکنیم اینجا هم اندیشکده پایاس و وابسته به دانشگاه جامعه امام حسین اندیشکده تخصصی در موضوع مباحث اقتصادی و اجتماعی و الان داریم در خصوص چالش های کرونا صحبت میکنیم و بنده به عنوان کسی که یه مقدار جامعه شناسی خوندم از دو پزشک عزیز دعوت کردم که از نزدیک تحلیل بکنیم که چرا در واقع اتفاقات ساده ای که به حساب سادگی قابل حل این اتفاقات و این تصمیمات در واقع گرفته نمیشه. به غیر از خبرگزاری خبرگزاری محترم خبرگزاری ایسنا و آنا در خدمت خبرنگار محترم رادیو سلامت و خبرنگار محترم خبرگزاری مهر هستیم. حالا من از قبل از این نکته اشاره بکنم که دوستان حتما توجه داشته باشن که
ممکنه این فیلم بعدا تنظیم بشه و تکیه هایی از اون فقط بازنش بشه. اگر خواستید در واقع از کل مناظر استفاده کنید، حتما لایف هایی که در این سپیج در واقع دکتر آزیم کلینیک، پیج مد وایس و پیج دارو سر هستش پیگیری بکنید تا انشالله خود این مناظره تبدیل نشه به یک چالش جدیدتر. ما اینجا همه حالون خوبه، بحث خیلی خوب بود و خیلی استفاده کردم و ممنون عزیزان وزارت بهداشت و بیمارستان ها هستی و از زحماتی که میکشن و هیچ کسی نباید اجازه این کار هم نداره که زحمات این عزیزان رو نادیده بگیره یا به نوعی اینها رو مورد سوال و بازخواست قرار بده. رسیده بودیم به اینجا که خب چرا اجازه نمیدن که به هر حال اصلا پذیرفتیم که چه مستقیم با وحی باشه چه با روایت باشه چه با ما یه فرضیه ای داریم، یه فرض بفرمایید که تز پژوهشی داریم و میخوایم اینو اجراش بکنیم. این که تاکید کردم به تاریخ علم پزشکی و پژوهش خیلی دقت کنیم به همین خاطره، وقتی که از حدود یه قرن شاید بیشتر روش علمی داره شکل میگیره تو پزشکی، کم کم سعی میکنن حالا یکم متدولوژی ها رو بهتر بکنن، در این حال اینجوری هم نیست که مثل هر علمی دیگه ای آسیب هم توش داره. علوم همونطور که تجربه پذیر هستن و ابطال پذیر، آسیب پذیر هم هستن. بالاخره ما از فعالات اتمی میتونیم دارو برای درمان سرطان تیروئید در بیاریم، میتونیم هم بمب اتم در بیاریم. خب پس این آسیب شناسی همیشه با حتی پژوهش هم هست و ما اینا رو حداقل تو همین یکی دو قرن اخیر بارها دیدیم، مثل کارهایی که مثلا فرض فرمایید در آلمان نازی اتفاق افتاد، کارهای پژوهشی خیلی قوی داشت انجام میشد، دانشمندان خیلی تراز اولی داشتن که یه بخشی از اونا بعد از جنگ جهانی دوم پخش بالا شدن تو دنیا و حالا خیلیشون هم آمریکا جذب کرد، ولی میخوام بگم پژوهشگرم بودن در این حال، اما اتفاقاتی داشت میافتاد که اصلا اصل فلسفه علم و پژوهش رو میبرد زیر سوال. ما قاعدتا در علم پزشکی داریم تلاش میکنیم که مردم راحت‌تر زندگی کنن، سالم‌تر زندگی بکنن. ما بنا نیست که بعد به هر قیمتی به هر دستاوردی برسیم. اینطوری شد که بعد از تجارب جنگ جهانی دوم به خصوص به بعد و بعد همونطور که بارها من میدونم هم آقای دکتر هم بقیه همکارانشون روی این قضایای مسائل اقتصادی و مسائل سلامتی چیزی که مردم به قول معروف فرش زیر پاشون هم میفروشن و براش هزینه میکنن، اینجا خیلی احتمال سودجویی خیلی میره بالا نسبت به خیلی از حوزه های علوم. اینجا حوزه سودجویی هم خیلی میره بالاتر و به همین دلیل بود که به تدریج معلوم شد که یه مفهومی به نام اخلاق حالا پزشکی گفتن، امروزه یه کمی دارن در واقع تعریف وسیع‌تر و کامل‌تری بهش میدن به اخلاق زیستی، وارد قضیه شد که خب ما نمیتونیم با یه نیت خیری ولو با یه نیت خیری یه کاری بکنیم که ممکنه به یه آسیب بزنه. خب نه تنها به یه سری آدم، الان ما نگرانی های اخلاق زیستی در مورد حتی مطالعات آزمایشگاهی داریم که بعضی وقتا همکارای ما تعجب میکنن، چون من عضو کمیته اخلاق پزشکی پژوهشگاه ابن سینا هستم، که آقا مگه تعداد موش هم انقدر زنگ و فنگ داره که شما میگی آقا چرا حجم نمونه اینطوری شده، چرا اینجا تو این کارو با 20 تا موش میتونی انجام بدی، چرا 30 تا موش داری وارد مطالعه میکنی؟ بله که به اصطلاح حساب کتاب داره، چون اونم مخلوق خداست. ما به عنوان یک دستاورد بزرگتری که بتونه زندگی بخش باشه داریم میپذیریم که تو روی این موش آزمایش بکنی، که حالا اونم خدا فرض بفرمید که انشالله خودش عفو کنه، اگر اونم قابل دفاع شد نباشه، ما باید تدریج بریم روی سمت آزمایش رو مدل‌های حتی غیر حیوانی. خب برای این هم ما باید حساب کتاب داشته باشیم. حالا در مورد مسائل انسانی که خیلی دیگه داستان سفت و سخت‌تر میشه. به این ترتیب کم کم کدای اخلاقی داشت شکل می‌گرفت در همون اواخر قرن گذشته و حالا در این 20 سال هم مرتباً تاکید روی این قضیه بیشتر شد که جلوی این مسائل گرفته بشه، جلوی تعارض منافع گرفته بشه.
که من اگر میخوام یه پولی از توی داستانی در بیارم، یه دارویی تولید کنم، هر چه سریعترم اینو مثلا به قول امروزی ها FDA اپروفت بکنیم و بدیمش تو بازار، بنابراین هر بلایی سر هر کسی بیارم و سریع شروع کنم این دارو رو کارآزمایی‌های بالینیش هم انجام بدم و توزیعش کنم ببرمش تو بازار. اینجوری بود که بحث اخلاق پزشکی، یا باز میگم شاید وسیع‌ترش اخلاق زیستی، خیلی جدی‌تر شد. خب حالا ما با یه سری فرضیه مواجه هستیم و بحث کدای اخلاقی. تو کدای اخلاقی اصول اولیه‌اش میگه که این باید اولا که به نیت سودرسانی باشه و واقعا سودرسانی داشته باشه، بدخواهانه نباشه، نباید در واقع یه جوری باشه که ضررش بیشتر از سودش باشه. و اون سوژه پژوهشی ما، حالا این سه تا فقط از شاید برجسته تریناش که دارم خدمت عرض میکنم، اتونومیه. اون فردی که داره این کار حالا روش انجام میشه، این آزمایش، باید کاملا رضایت داده باشه و این رضایت کاملا آگاهانه باشه، یعنی بدونه که این درمان جدید ممکنه که باعث عوارضی بشه. زخمتون تمام شده؟ بله. چقدر طول میکشه که؟ الان سریع آمد. الان آواز با تیم هم الان تمام میشه؟ فکر کنم تیم دفتران تمام شده. نه باشم. خب میخوانی چک بکنید ایندیکیتورشو که دوباره قطع نشه بحثمون. الان که چراغش روشن نمیده. خب این چند تا داره؟ نه داره. الان صدا هست، میتونیم ادامه بدیم؟ دور رو گرفتیم. نه، دورو؟ سایش. ادامه بدیم؟ بله. خب به این ترتیب تو این مخصوصا یک دهه گذشته بالاخره دانشگاه های ما متناسب با همون فضایی که در دنیا هست بحث کمیته اخلاق رو مطرح کردن، بس که طرح حتما باید کد اخلاق داشته باشه. خیلی مقاومت در این خصوص هست. من میدونم اون همکارانی که در رشته در واقع اخلاق زیستی الان تحصیل کردن و فعال هستن چقدر تحت فشار بودن، چون عرض میکنم این تعارض منافع ها هست و فکر نکنید حتما ما باید یه جامعه سرمایه‌داری باشیم تا مثلا این تعارض منافع پیش بیاد. نه، یه رئیس دانشگاه، یه هیئت علمی که یه نفوذ فرض بفرمایید اجرایی داشته باشه، اینا خیلی راحت میتونن در واقع طرحشون رو ببرن به مراحل اجرایی برسونن و یه دانشجویی که اتفاقا ایده خیر همینجوری میخوام بگم این داستان واقعا جهانی هست که واقعا داره دیگه قصه میشه برای ما، یعنی یه ارزش ساده. آره، من میخوام بگم کل قضیه در دنیای مبحث نسبتا جدیدی است، در کشور ما که واقعا جدیده. دارم بس یه دهه رو اصلا مطرح میکنم، یعنی زمانی که خود بنده فرض بفرمایید که رزیدنس بودم و بعد پایان‌نامه تخصص رو دادم، اصلا کمیته اخلاق تو دانشگاه وجود نداشت در واقع. خب از این جهت هستش که ما باید دقت بکنیم. ما نمیتونیم که یه سری کمکاری‌هایی رو که ممکنه قرن‌ها داشتیم، ما نداشتیم، اون نسل‌های قبل از ما داشتن، یه شبه جبران بکنیم. آقای دکتر فرمودن خب این تعالیم اسلامی 1400 سال بوده، کسی هم نرفته سراغش. ما اگه الان می‌خوام بریم سراغش خب خیلی طول می‌کشه. خب پس باید چه کار بکنیم؟ متاسفانه چاره ای جز به گام به گام پیش رفتن وجود نداره. یعنی این بحثی است که کاریش نمیتونیم بکنیم. ما اینجا با جون آدم ها سر کار داریم. ما اگر که میخوایم در واقع ملاحظات طب اسلامی، طب سنتی، طب سوزنی، هر چی رو بیاریم با زبان دانش روز به دنیا مطرح بکنیم، مجبوریم این پله ها رو طی بکنیم. از پله اول یه دفعه نمیتونیم بپریم پله آخر. یعنی وقتی که الان ما چندین سال دیگه از زمان دولت‌های احمدی نژاد دانشکده‌های طب سنتی داریم و هنوز شما نمیتونید وقتی که سرچ میکنید داده‌های پایگاه‌های پزشکی رو، مقالات قوی به تعداد خوب، مگه نه که کار خوب نشده، چرا کار خوبم شده، ولی یه چیزی پیدا کنی که بتونی بگی آقا در این 10 سالی که ما این دانشکده رو داشتیم ببین چقدر کارهای عمیق قوی شده، به لحاظ متدولوژی، به لحاظ حجم نمونه، به لحاظ تحلیل آماری، و اینا چقدر سایتیشن داشته، مورد توجه دنیا قرار گرفته، اومدن گفتن اه برید ببینید تو ایران یه گیاهی دارن یه همچی کاری رو انجام میده. خب و نتایج اولیه‌اش هم خیلی خوب بوده، ما هم بگیریم همین رو چیکار کنیم تکرارش بکنیم، همون چیزی که به انباشت، ببینید ما در دانش به انباشت دانش اعتقاد داریم، به همین خاطر کار به سیستماتیک ریویو رسید. من خیلی وقتا میبینم استنتاج بعضی از همکارایم که من یه چیزی ادعا میکنم یه مقاله هم فلانجا نوشته، نه 5 تا مقاله هم یه جایی پیدا کردم، این اصلا حجت نیست.
این اصلا در دانش پزشکی تو خیلی از علوم دیگه هم حجت نیست. الان دیگه بس اینه که ما انباشته دانش باید در یه حوزه‌ای داشته باشیم. من توقعم اینه که دوستانی که حالا اسم طب اسلامی مکمل جایگزین هر چی میذارن، این انباشته دانش رو ایجاد کنن و توقع نداشته باشن که دانشگاه‌های ما، سیستم پزشکی ما که قبول دارن دچار اون هژمونی پزشکی هستیم ما، یعنی سیستم مسلطه، نه فقط تو ایران، تو آمریکا هم همینطوره، تو نمیدونم، یعنی وقتی میگن آقای دکتر بعد فکر میکنن حالا الزامنی هر چی میگه لابد در و گوهره، اصلا اینطوری نیست. یا اگر یه کسی مدرک پزشکی نداشت هر حرفی میزنه الزاما غلطه، اینم اصلا اجازه کلافه نداره. خب این اجازه از کجا میاد؟ برای که جون مردم وسطه. من میدونم که یه ابزاری هم یه دوره یه گره شد یا خب نه ببینید ما میگیم من الان بحثم همینه. اتفاقا میگم برای اینکه بتونیم در واقع هم کمیته های اخلاقمون رو داشته باشیم، هم جان انسان ها حرمت داشته باشه، کرامت انسان ها حفظ بشه، باید سیستم تپای جایگزین بیاد تو همین فضا خودشو نشون بده. ولی فکر نکنیم که الان مریض کرونایی که افتاده زیر دستگاه بنت تارگت یا هدف اول ماست. قبلش من باید نشون داده باشم با فرض بفرمایید که 5 تا سیستماتیک ریویو که آقا بیایید ببینید داره چه اتفاقی میفته، ما چه چیزایی در مثلا فرهنگ بومی خودمون داشتیم که توی منطقه از یک گیاه استفاده میکردن و خیلی خوبم این درمان جواب میداده مریض. این کاریست که ما الان در جهاد دانشگاهی در یه مجموعه به نام پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی داریم انجام میدیم. من خیلی دلم میخواد دوستانی که تو حوزه طب مکمل هستن تشریف ببرن در حل جرد و کرج مجتمع تحقیقات جهاد دانشگاهی، ببینن چند متر مربع فضای آزمایشگاهی به این کار اختصاص داده شده که ما بیایم گیاهان دارویی رو با همین روش پژوهشاشون کمیته اخلاقم میره، تصویبم میشه، مقالم میشه، این کار انجام بشه. بله ببینید این با روش همینه، از جز این چهار بعد بالاخره یه محصولی است یا یه اساره گیاهی توش داره. چون دقت کنید من خودم چون تو جلسات دفاع خیلی از این طرها بودم برام خیلی جالب بود، گیاهی که پایین یه تپه رشد میکنه مثلا نعنا فلفلی با گیاهی که بالای تپه رشد میکنه اسنسش فرق میکنه. داستان اینقدر ظریفه و خب اینو محقق ما در پژوهشکده گیاهان دارویی علمی نشون میده، کاملا نشون میده. وقتی ما میگیم فلان گیاه دارویی رو الان اشاره فرمودن تو صحبتاشون که این سیستم ایمنی رو دستکاری میکنه، حالا ما میگیم ایمن مودولیشن، اینو تو پژوهشکده گیاهان دارویی نشون میده که آقا الان در این موش آزمایشگاهی و بعدن وقتی ما رفتیم بعدن تو مریض دیابتی لنفوسیت‌ها این تغییر کردن، اینترلوکینا این تغییر رو کردن، سایتوکاینا این تغییر رو کردن، اینا همش قابل نشون دادنه. ببینید اصلا ما کاملا راه رو میتونیم باز بکنیم برای اینکه این فرضیات علمی که گفتم مستقیم از معصوم اومده باشه یا نیومده باشه، بالاخره یه فرضیه علمی است دیگه، بیاد بره مراحل کلینیکال ترایال رو طی بکنه. من حس میکنم اگه ما نخوایم این چند تا پله یکی رو بریم بالا و واقعا مثل روشی که الان در جای دانشگاهی در اتفاق میفته این پله ها رو در واقع الان فکر میکنم 3 تا داروی مجوزدار وزارت خونه داره تولید میکنه همین مجموعه، خب با پژوهش اینا رو به دست آورده و کم کم در سطح بین المللی هم داره اینو مطرح. یه احساسی من دارم اینه که اگه مثلا داروی مثلا امام کاظم یا جامعه امام رضا اینها بیاد مثلا تو وزارت بهداشت مثلا تایید بشه، عزیزان ما اونجا مثلا پژوهش بکنند و بگن بله این دارو موثر بوده، به نوعی انگار اینکه خودشون رو زیر سوال بردن. یعنی این دوتا گفتمان با هم درگیری داشتن، چلنج داشتن به شدت، همدیگر زیر سوال بردن. بعد حالا این مثل حالا بلا تشبیه مثل دعوای زن و شوهریه. بعد اون زمان دیگه این مثلا این شوهره نمیاد مثلا حرف حالا یه دونه از حرفای حق مثلا خانمو قبول کنه، به این سادگی دیگه قبول نمی کنه. آره ببینید یه بحث احساس میکنه که اگر مثلا دوستان ما این تحقیق کنن احساسشون اینه که مجموعه مثلا نظام سلامت ما زیر سوال. نه اجازه بده یه وقت هست ما بحثمون بحث علمیه، یه وقت هست بحث حب و بغضا و آدم من عمیقا به این اعتقاد دارم که ما بیش از این که دچار مشکل علمی باشیم حتی در موضوع کرونا
بیشتر همین بحثی که گفتید حقوق اینا در واقع ممکن حتما وجود داره، نمیگم ممکنه وجود داره، حتما وجود داره، ولی این چالش ها رو قابل طی شدنه. شما فکر میکنید مثلا پژوهشکده گیان داروی دانشگاهی روز اولی که رفته گفته من میخوام این کار رو بکنم بلافاصله بهش مجوز دادن؟ اصلا اینطوری نیست. باور کنید این مسیرها رو طی کردن، کلی از پیشکسوت های جهات سالها در دویدن، آقا به خدا این طب بالاخره یه حرفایی برای گفتن داره، تو مجموعه گیاهان داروی کشور ما میتونیم کار علمی بکنیم، تا بالاخره این فضا متا یه کسی در جهات دانشگاهی این انگیزه رو داشته که موضوع رو پیگیری کنه و حمایت هم شده. ممکنه تو دانشگاه ها کمتر همچین آدمایی به قول معروف با پشت کار پیدا بشن که برن اینو پیگیری کنن. اگه اجازه بدید دیگه سوالا شروع کنم، چون من فقط یه نکته دیگه معلوم می‌پرسم در یه نکته دیگه. آقای دکتر فرمودن که مثلا ما به چشم خودمون شاهدیم که این اتفاق میفته، مریض دارو رو مصرف می‌کنه خوب میشه. خب من قبلا باشون صحبت کردم، مورد خیلی حادی داشتم. بله ببینید، این جوری شد که بحث خطای آلفا و بتا که گفتم پیش اومد. مشاهدات ما الزاماً مستند علمی محسوب نمیشه. بشر سالهای سال دیده که خورشید از شرق طلوع کرده، از غرب هم رفته پایین و طبق این مشاهده فهمید که خورشید دور زمین. شما ادعای علمی که ندارید که آقای دکتر. منظورتون چیه؟ یعنی اینکه بگید این به لحاظ علمی تایید شده که مثلا فلان دارو برای درمان کرونا. ما از کم تجربه کردیم. مشاهده کردیم. تجربه شخصی خودمون. این مشاهده و تجربه حالا شامل اون خطاهایی که گفتیم میشه. به لحاظ پزشکی و آکادمیک دارم از این موضوع دفاع میکنم، یعنی باره یه روش پزشکی اومدم این کار میکنم. خب نه میگم مشاهدات تجربی بنده بوده. خب من همین رو بردم برای تحقیق. خب ولی تو اینجا متوجه شد برای اینکه نمیتونیم ما بر اساس مشاهده ما برای تحقیق اولین ما تو مطبه مرتب ویزیتور میام، آه این دارو هست، این محصول هست، این فلان، مثلا من تو حوزه چون تحصیلات تکبینی تو حوزه سلامت جنسی بوده، خب محصولاتیه که مردمم خیلی طالبش هستن. اولش بهش میگم که ببین مثلا کاری ندارم که ایمان کدوم کمپانیه مجوز بهداشت داره نداره هرچی، شما اول در واقع تاییدیه های سیفتی این محصول رو باید بدی که این محصول اینا توش هست. نمیدونم یه دارویی دارم ترکیب 200 گیاه مثلا فرض کنید، این الان میل جنسی رو خوب میکنه، میگم اول باید بگی چی تو این هست، این اینگریدینت ها چیه، و بعد مجوز سلامت اینا، چون اصل اخلاق و پزشکی ما این بود که ضرر رسانی نیست، هدف ما چیه؟ سود رسانی. بعد تازه اگر تونست اون گواهی ها رو بیاره میگم حالا برو کارآزمایی های بالی رو بیار برای من، سیستماتیک ریویو بیار تا من بگم این محصول تو رو من نسخه میکنم. ببینید ما اگر نسخه کردیم خب خدمت شما عرض کنم که ببینید ما خیلی راحت اجازه میدیم، ما خیلی راحت از گیاه چند دقیقه بیشتر چون فرصت هم زیاد نداریم. من نکته فرمودن که هدفمون الان بیماری نیست که زیر ونتیلاتوره. این چند بارم شما اشاره کردید دو تا پزشک، ما پرستار هستم خدمتتون بگم، با اینکه حالا دکترا دارن و بیشترین مشاهده رو تو سیستم پرستارا دارن، برای همین میتونن بیشترین پژوهشگر باشند. در واقع درست فرمودید اصل نیست مشاهده یا نگاه کردن، بلکه یکی از پایه‌های اساسی هر پژوهش تحقیق مشاهده کردنه و جمع‌آوری تجربیاتی که نهایت بشه به صورت علم در بیاره. خدمت شما عرض کنم که شما فرمودید که الان باید یه فردی که دارو میاره اینقدر ازش من سوال میکنم، بعد میگم حالا کارآزمایی بالین و غیره و غیره و غیره. چرا؟ چون به خودش شک دارید، اطمینان ندارید چقدر درست میگه. چیزی که الان ما در این داریم تو طب اسلامی روایتی است از معصوم، یعنی به شک نداریم، شکی که یه فرد عادی داریم به اون نداریم. حتی روایت معصوم که تو بعضی از داروهایی که اشاره کرده میگه از کجا بیارید، پایین کو بیارید یا از بالای کو بیارید، مشخص کرده که مثلا این تفاوت هاشون تو اونجا میاد بالای کوه همون موقع. حالا میخوام بگم هر جایی که مثلا بوده یا هر سرزمین، حالا شما فرمودید پایین کوه، میگم مثلا از هند بیارید، از کجا بیارید، از فلان جا بیارید، اینا به این صورت مشخص میکنه، ترکیباتش هم مشخصه و اینو میگه بسم الله اجرا کنید، نمیگه به روی حیوانات اجرا کنید. چون الان یه روایتی داریم که پیامبر توی کیف یک طبیبی که حالا پیشش آورده بودن یک وزق دید، گفت این چیه؟ گفت بعضی چیزا رو اون تست میکنن، گفت نکن گناه داره. یعنی رو یه دونه نمونه هم پیامبر مانع میشه که یک حیوان از اخلاقی روش آزمایش کنی، آزارش بدی
من کلاس داشتم در تو چالد ابیوز، وقتی میخواستم اون بحث چالد ابیوز یا کودک آزار رو بگم، اول چندین روایت میارم که چطور با حیوانات برخورد کنیم که حیوانات آزار نیابند. برای تو طب اسلامی مخالفند که این رو حیوانات تست کنید، آزمون کنید، میگه اینها داروز سختره که داروز قطعی است، داروز قطعی است. الان این حالا من دیگه شما بدم من میخوام بگم، حالا علاوه بر اینکه اهل سنت ممکن نظرات دیگه ای داشته، بله اونها متفاوت با شیعه متفاوت، علامه حلی هم نجس میدونه این رو و هم خورد طبیعتا وقتی نجس شد که خوردنش هم حرام میشه. خب روش شطور میگم، حالا بعضی هم متفاوتن، تصمیم پزشکی باشه، بله پزشکی هم که هست میگه این قطعیه و مضر نداره تو حیوان تستش کنی، برو با انسان تستش کن. خدمت شما عرض کنم که اصلا پاره کردید صحبت در خیلی مهمه، خیلی مهمه. شما میفرمایید کمیته اخلاق به ما اجازه نمیده. نه نمیگم کمیته اخلاق، حالا من کمیته اخلاق بهشون حق میدم، عرض کردم دو سه هفته طرح من ادامه پیدا کنه، قرار بود 24 ساعت من جواب بدن، 48 ساعت جواب بدن. من اشاره کردم این بیمار برای من خیلی مهمه، زیر دستگاست بیمار رو الان من برای چه کاری بکنم نجاتش بدم، متوجه این؟ برای همین باره چونم مادم اینجا بحث میکنم. الان من امروز دو تا بیمار داشتم، کرونا بهشون دورا رو دادم، یکشون نتونستم بدم، گفتم به جلسه برسم بعد از جلسه بیام، مثلا بعد از جلسه پاشم بیام اینجا بهش کمک کنم. خدا که ما مردم این بود که از آقای دکتر اینه که مردم ما خب مهم من ما بخوایم ما نمیشن اگه احساس بکنن که راه چای ندارن میرن اون دارو رو مصرف توصیه میکنم. من نظام سلام آقای جعفری، صحبتی که آقای تو فرمودن خیلی شما قبول دارم، حتی هم تقریبا همش رو قبول دارم، منطقیه کاملا، به خصوص که جزئیات هم وارد میشه، مثلا اخلاقی حیوانات هم اشاره کرده، اینو خیلی قبول دارم بهش. هم توصیه که خودم شخصا میکنم به ایشون و افرادی که الان توی جمع هستن، خودشون تک تک برن با دو سه تا از بیماری که تحت درمان با طب اسلامی بودن، هر بیماری نه فقط حالا کرونا، این مصاحبه داشته باشن یا خودشون بگیرن داروها رو استفاده کنن. وقتی مثل من توی این جریان قرار گرفتن توی جمع بیماران و استفاده کردن، قطعا نظرشون تغییر میکنه، خیلی حداقل برای زندگی خودشون، زندگی شخصی خودشون استفاده میکنن. حالا بعد بذاریم تو بوته پژوهش و تحقیقات که این کار درستی هم استفاده این کار بشه. چیزی هم که من توصیه میکردم به دوستانه که حالا تو طب اسلامی هستن، همینه، یه مجله تولید کنه و این کیسا رو یکی یکی اونجا ثبت کنه، حداقل به عنوان یه کیس استادی. اینه که به نظر من توصیه نهاییم اینه که این کار رو انجام بدید. الان ما بیش از تجویز نکنید، نه برای خودتون میگم، شخصا برید خودتون مطالعه کنید، تو اینترنت هم سرچ کنید مثلا داروی بخت یک چی هست برای چه دردی خوبه، برید تست کنید رو خودشون. همین نمکی که الان پیامبر توصیه کرده قبل و بعد از غذا برای خودشون تست کنن، این نمک طبیعی گیر بیارن، حالا یا دریایی یا معدنی، خودشون تست کنن ببینن چه تغییری تو زندگیشون ایجاد میشه، چقدر مشکلاتشون ممکنه برطرف بشه خود به خود. این رو تست کنن برای خودتون حداقل. من عرض کردم بیش از 500 تا نماینده داره، هر نماینده چندین شاگرد دارن و اگر اینها خطایی، اینا اگر خطایی احیانا پیش می اومد که این کار واقعا بول میشد، تابلو میشد که کلاس زیاد میاد. من دیگه بحثم رو تموم میکنم. نه خواهش میکنم، نه وقتتون هم زیاد نیست، وقت ما هم زیاد نیست. سلامت باشید، من خیلی متشکرم از شما هستم، ولی اینکه احساس کردم دوره داریم برمیگردیم نقطه اول. بحث ما در مورد اینه که تجربه خوبه، نه بحث ما اینه که یه روایت وجود داره فارغ از اینکه اصلا این روایت مستند هست یا نیست، که عمده شو که ما نمیتونیم استناد بکنیم بهش، بله. چون متواتر نیست و بحثای دیگه. بنا به شواهد تجربی امکان تجربیش تو این زمینه وجود داشته، بله، باشه. پس فقط همینه، پس کارم هست. حالا دکتر فهمان که این زمان میبره این موضوع، بله ما باید پله پله بریم، پله پله بله. خواهش من خدمت من خبرنگار محترم خرگوی ایسنا بفرم. من سوالم از آقای خادم میکنم که برای این گارد اخلاقی که در برابر طب اسلام وجود داره، حالا چه در کمیته‌های اخلاقی در مردم که مثلا نسبت به اون ویدیو مثلا احساس انزجاری رو بهشون دست داده، شما اول علتش رو در چی می‌بینید و اینکه چه راهکاری دارید برای گارد اخلاقی که وجود داره؟ ما برای اون جلسه اخلاقی و بالاخره بحث‌های علمی رو بردیم، برای تک تک اجزاء یک دارو مقاله داشتیم، مقالات رو بردیم ارائه دادیم، عده‌ای هم قانع شدن بالاخره با تمام قواعدی که آقای دکتر فرمودن برای یک تصویب طرح اخلاقی هست. نظر افراد اونجا ملاکه که حالا یه عده موافق بودن یه عده مخالف بودن،
عرض کردم خدمتتون، برای همین مجبور شدم دو سه تا جلسه تکرار کنم سر همین موضوع که در نهایت بالاخره به توافق نرسیدن. اینه که حداقل برای اجزاش مدارک علمی رو ارائه بدیم که خب ما این کار رو انجام دادیم. به شما عرض کنم که به نظرم میاد که باید هم کار پژوهشی انجام بشه. مصاحبه ها خیلی مؤثر هست با بیمارایی که بالاخره درمان گرفتن، انواع بیماری مختلف با این روش، و میتونه این در واقع همین خبرنگارا میتونن نقش داشته باشن. یه روز وقت بذارین، حالا درمانگاهی وجود داره، کیسی که حالا من معرفی میکنم، افراد که هستن دارن مراجعه کنن و ببینن نتیجهش چی در میاد. خواهش بفهم خبرگزاری آنا. من از خودم بشم سوال این بود که الان شما این تحقیق رو که داشتید قصد داشتید که بدون حالا آزمایش، حالا ما از مسائل پزشکی خیلی تخصص مدارم ولی بر اساس اون چیزی جامعه شرازی فرمودن، حالا روی موش آزمایشگاری و یا حیوانات به طوری بردید یا نه این که بخواستید اون محله آزمایشگاری رو پشت سر بذارید بعد؟ نه، طرح ما مستقیم اجرای انسان ها بود. عرض کردم من 3 سال قبل تجربه با استفاده از همین داروها رو داشتم، نه برای بیماری کرونا، برای عمومی، برای مشکلاتی که عموم مشکل ریه داشتن، مشکل عضلات داشتن، همین عوارضی که کرونا ایجاد میکنه از گرفتگی عضلات هست تا سرگیجه تا گرفتاری قلب، حتی ام آی یا سکته مغزی و غیره. برای این بیماری ها ما قبلش درمان داشتیم، از همون روش درمانی رو برای بسته به عارضه‌ای که بر بیمار کرونایی ایجاد میشد ما از اون داروها میتونستیم استفاده کنیم و اون طرحو به ارائه کردیم مستقیم روی انسان‌ها اجرا کنیم، چون قبلا خودم تست کرده بودم و اثرش دیدم، هم روی خودم هم اطرافیانم هم کسایی که بالاخره بیمار توصیه میکردن مراجعه میکردن. اینطور نبود که شرکت ملوث نمیگیره که اون مرحله بنبستی که ایجاد شده تلاش کردن ولی خب موفق به گرفتن مجوز نشدن. ببینید یک شرکت دارویی وقتی بخواد یک دارویی رو مجوز بگیره مراحلی داره که اشاره فرمودن آقای دکتر، باید حتما یک کارآزمایی بالینی بشه. یه مشکل دیگه هم که توی شرکت‌های دارویی متأسفانه هست اینه که دارویی که یک فرد ایرانی مثلا میخواد تست کنه باید مشابهش اونور آب باشه، تست کرده باشن بعد بگه بله این دارویی که من ساختم میتونه جایگزین اون دارو باشه و تو ایران استفاده بشه. دارویی که الان بیشتر تو طب اسلامی است خوشبختانه میشه گفت مشابه اونوری نداره و این باز مانع ایجاد شده توی شرکت توی غذا و دارو، که باز این هم نمیتونه روش کار تحقیقی قطعی انجام بدن و مقایسه کنن با اون برها. یعنی اینطور نیست که مثلا یک فرد آمریکایی بخواد یه دارو بسازه بیاد بگه حالا مشابهش تو ایران هست من این کارو بکنم، اونا نه، خودشون این کارو میکنن تصدیق میکنن. ولی متاسفانه وابستگی اینجا انقدر هست که ما احساس میکنیم انقلاب اسلامی کردیم، هنوز بعضی جاها واقعا با اسلام فاصله داره. حتما باید مشابهش اونجا انجام شده باشه، بعد بیاین با اون مقایسه کنم بگن ما مثلا مشابه اون میتونه قوی باشه، که حالا من چند تا شرکت داریم صحبت کرده گفتن این مانع هم هست که بخوایم کار پژوهش بکنیم، ما چجوری مقایسه کنیم با چه داروی مقایسه کنیم. بله خبرگزاری بهتون بفهم خواهد خواهد پاسخ گرفتید از بحث صحبت. فقط جمله آخر اینکه تشکر میکنم از شما که این فرصت رو فراهم کردید، از آقای دکتر خادم الحسینی که فضا رو فراهم آوردن. هیچ چاره جز گفتگو نداریم، این که خدای نکرده بخوایم علی هم کلیپ درست کنیم، فیلم درست بکنیم، یه سری چیزای تو فضای مجازی پخش بکنیم، خیلی بده که ما این فرهنگ گفتگو، حالا این یه بحث پزشکیه، ممکنه توی بحث به قول شما جامعه شناسی همین وضعیت باشه. بکنیم به نظرم خیلی فرصت خوبی است و بازم تشکر میکنم از هم شما هم آقای دکتر. خیلی ممنون، منم متشکرم از حضورتون، وقت گذاشتین، هم آقای جعفری زحمت کشیدن، امیدوارم که بتونه موثر باشه و چشم‌ها رو بیشتر باز کنه و روشنگری رو ایجاد کنه توی جامعه حداقل برای زندگی شخصی خودم. دوستان تذکری هم به من دادن که آقای مجدداً من اینجا خدمت دوستان بگم. خاموش شد. حافظه ما خیلی خوب نیست. باز ما اینو عرض بکنیم خدمت عزیزان مخاطبان و اساتید محترم
ما اینجا خب انشکده تخصصی از موضوعات توسعه محلی و منطقه حاشیه‌نشینی و همین الان داریم خب تبعات کرونا رو تو مناطقی که داریم کار میکنیم روش مطالعه میکنیم کار میکنیم داره میبینیم و این یه گفتگویی بود که دوستان دیگری حالا از همکاران عزیز شما در مجموعه جهاد دانشگاهی یا دانشگاه علوم پزشکی بیان در این موضوع ورود بکنن و گفتگو حداقل شکل بگیره. یعنی ما کمترین کاری که میتونیم بکنیم در گفتگو دیگه و این قاطعا خب جز رسالت های اصلی ما نبوده، ولی خب این انتظار رو داریم از برسه و اونجا دیگه مثل حالا همیشه نهادهای امنیتی بیان وسط و این واقعا اتفاق میفته. من متاسفانه نگرانم که ما هم چوبو بخوریم هم پیازو با این سیستم مدیریت اپیدمی. بله بله، حالا کرونا خودش تبعات معمول اقتصادی اجتماعیشو تو همه جای دنیا داره، تو بعضی از کشورها بیشتر و بدتر. تو کشور ما یه چالش جدیدتری هم داره که اون حالا دعوای بین طب حالا اسلامیه و طب در واقع کلاسیک. الان به ذهن آمد که من واقعا از آقای لنکرانی فکرم یه تشکری باید بکنم، چون یکی از کاری که کردم اون موقع که این طب سنتی ها تو کشور داشتن توسعه پیدا کردن، من یه دانشکده برایش دادم و مجوز دادم که الان ما این همه تحصیل کرده طب ایرانی و سنتی و اینها داریم. به نظرم حالا باید همین کارا صورت بگیره در مورد طب اسلامی، نباید و این من احساس کنم یه جریان اجتماعیه. یعنی خب من تو عید که حالا خب خیلی از عزیزان ما در کنار خانواده هاشون بودن، ما اومدیم تهران رو تحقیق کردیم و ببینیم فضا چجوری، دیدم خیلی ها دارن اصلا بدون اینکه اصلا از جای مجوزی دیده باشن و کسی بهشون توصیه کرده باشه، دارن همین داروهایی که آقای دکتر دارن میگن دارن مصرف میکنن. و این حالا خوشبختانه متاسفانه یه مقداری توسعه پیدا کرده. خب بعد به این توجه کرد اگر واقعا دارو مضر رفت جلو شو گرفت، اگر خب مضر نیستش بعد خب تحقیق کرد بررسی کرد که شکافای اجتماعی انشاءالله کمتر بشه. حالا دوستان اگر دارن من مستقیم این نکته میخواستم بگم خدمت شما که در مورد این بحث این داروها که تقریبا این قسمتش به نظر مشخصه، حالا من چندین تا صحبت متخصصای از خود دوستان پزشک رو که شنیدن که این عوارض سو نداره. یعنی اصلا ما رو اثر مثبتش صحبت نمی کنیم، ما روی عوارض سو نداشتنش، این دوزش پایین عوارض سو نداره. بعد شما هم به وفور هم می بینید که این جنس داروها هم شما برید توی داروخانه داره پیشنهاد میشه. و حالا اگر واقعا عوارض سو نداری دارویی اینقدر مخالفت سر یک چیزی که حالا نهایتاً این که مثلا طرف مصرف میکنه روش اصلا مثبت نداره، یعنی من نهایتاً طرف کسی بگه کسی نقیق دارو استفاده کرده اصلا منفی داشته، چرا اینقدر مخالفت میشه روش؟ در حالی که شما میبینید مثلا اصفایی و مشروبات الکلی داره تردید میشه به ما بیش از 300 نفر تو کشور را آمارش نمیدونم به خاطر مصرف مشروبات الکلی تو این دوره کرونا. همین اگر ما می‌ذاشتیم ترویجش می‌کردیم، همین وزارت خونه ما ترویجش می‌کرد به جای خوردن مشروبات الکلی این جنس دارو رو توصیه می‌کرد، چرا کارش ما مرگونی بشید؟ مثلا اصلا وارد بحثای دیگه‌اش نمی‌خوام بشم. من جایی ندیدم کسی خوردن الکل رو توصیه بکنه. نه وقتی شما چیزایی که الان جامعه پذیرش داره اثر منفی هم نداره و دوزش هم اونقدر بالا نیست، ما اینو کلا بایکوت میکنیم، بعد جا واسه این چیزای منفی باز میشه. یعنی این اثر منفی نداره. اجازه بدید شما رو اصفهانی میکنم. وقتی که شما رو جامعه شرایط بحرانه و پزشکی هم میگه که آقا ما رو چاره نداریم، میگه روش درمان وجود نداره، مردم معطل که نمونن که، مردم میخوان به یه صورتی
خودشون نجات بدن. حالا یا با دیموتورشه، یا با اسکاری میکنن با ادرار شطوره، یا با مشروبات الکلیه. خب وقتی شرایط اینه، توی این شرایط حالا ما پیشنهاد بدیم که اصلا یه پروسه، یه چیزی هم که اثر منفیش اثبات شده است که منفی نیست، حالا مثبتش بحثه، کجا رو باز میکنیم برای منفی ها؟ یعنی اون برای رسن بدیم. این خیلی نکته مهمی است که اینکه عوارضی که نداره. خب ما اصولا آیدکتر هم فرماشاتشون بود، هر چیزی بالقوه میتونه سم باشه، فقط دوزشی که مهمه. حتی آب شاید بعضی برایشون سخت باشه تصوری که ما مسکومیت با آب داریم، آب گوارا اصلا. خب این خیلی ادعای سختی است. ببینید این همه داروها هم همینه، و بشر در این خصوص تجارب بشر در این خصوص تجارب بدی داره. حالا فرض میکنید، من برای همین میگم علم هیچ چیز مقدسی نیست. علم پزشکی اومده همه مراحل کارآزمایی بالینی و فلان و این حرفا رو طی کرده، یه دارویی به نام تالیدامید داره تو بازار، دهه فکر کنم 70 میلادی، و تا اون روزی که داشته میرفته وارد بازار میشده، همه مجوزاش هم خوب بوده، کارآزمایی بالینیاش هم خوب بوده. وقتی در سطح وسیع تو جامعه استفاده شد، سال بعد دیدن کلی بچه‌ای که دست و پا ندارن دنیا اومدن. ما تازه بعد از اینکه کارمون با مجوز دارو تموم شد، پست مارکتینگ باید بریم ببینیم چه اتفاقی داره میفته. خب بله، من حجم نمومم 100 تا بوده، 200 تا بوده، 500 تا بوده، ولی وقتی این دارو رو 500 هزار نفر خوردن، تازه یه سری مسائل مشخص میشه. این ادعا که ما میدونیم یه ماده ای ضرری نداره، یه ذره زیر سوال. بله بله، مثلا این دارو رو، این دارو که فرمودن، این دارو که فرمودن از اهل بیت نبود. دارو که از اهل بیت میاد چنین آرزه نه، تست کارآزمایی هم شاید اینطوری نخواد. ما مخالف نیستیم، باید انجام بشه، ولی استفاده کنید، بعد انجام بدید، بر خودتون شخصا استفاده کنید. چون من اینو حقیقتش توی یکی از همین دانشگاه دیگران همین رو دقیقا آورده بود از کتاب منبعی که گفت دانشگاه داره تدریس میشه، ترکیبات این دارو گفته که کشندگیش بسیار پایینه و اصلا نیست و نیست. این که میگم یعنی مثلا میگم جامعه، ببخشید میگم جامعه فرشیون داره، من دستم زدم به فرشیون تاول زد، قبول دارم فرشیون داره، به تو دوزش چقدره؟ توی موش استفاده کردم تو مقاله 250 میلی گرم، توی داره جامعه کمتر از 100 میلی گرم برای یه آدم بزرگ. خب به 250 کجا؟ این دوزش خیلی ضعیفه. دکتر هستش اینکه توی این به حساب چیزی رو منتشر کردم در اداره کل طب ایرانی وزارت بهداشت، اونجا همین داره امام کاظم رو آورده بود، فقط چون این خب رسان پخشوب من دیدم، یکیش رو عوض کرد، یکیش فقط متفاوت بود، مثلا فکر کنم به جای از خطیش رو یه داره شیرین بیان بود، شیرین بیان بود. یعنی میخوام بگم تا نزدیکش رفتن. مشکل ما حالا نه، حالا مسلکی، حالا عوارض داره چجوری و اینها، مشکل ما بیشتر از این که بحث بحثی علمی و اینها باشه، بحثی نه. بعد من تازه اگر ما یه داروی رو وقتی که مراحل آزمایشش رو طی کرد، خود فرمولاسیونش خیلی مهمه. خیلی از مردم ها فهم کنن هر چی بخورن به قول معروف میره گوشت تنشون میشه، هر چی بمالن رو پوستشون میره جذب میشه. شامپوی انار و پسته و نمیدونم فلان، یه شامپویی که قدرت پاک کنندگی داره میخواد حد اکثر 5 دقیقه اونجا رو پوست بمونه، مگه چیزی از این جذب بدن میشه به صورت سیستماتیک که بتونه اصلا تأثیری داشته باشه؟ خب پس موضوع خیلی پیچیده تر از اینه که واقعا من خود شما فرمودید یه ساعت، گفتم بابا اصلا ما یه ساعت به بسم الله الرحمن الرحیم هم نمی‌رسیم، هنوزم معتقدم نرسیدیم. دقیقه ضبط رو اعلام می‌کنید؟ الان امکانش براتون هست؟ نشون نمیده تقریبا یک ساعت و 40 دقیقه 11 است که خب ما یک ساعت و 40 دقیقه مناظره داشتیم، و دوستانی که بخوان مناظره به صورت کامل ببینن در واقع یک ساعت و 40 دقیقه است. اعلام میکنیم که اگر حالا چون این اتفاقات خب دستان کشان زیاد میفته تو تدویر، تو کم و زیاد کردن، این بحث ما حدودا یک ساعت و 40 دقیقه بوده. اگر اساتید سپاس بزرگ مشکل زحمت کشیدید. اللهم صل علی محمد.